و سلام بر صبر انقلابیون و مبارزین در راه حق. و اما من حقیر که اهل کجا هستم و چی بودم و چه کار کردم در خدمتم، اینم به خاطر اینکه بعد از 70 سال و اگر که به خاطر تاریخ نبود هرگز لبم گشاده نمی‌شد، ولی خوب است برای راهنمایی ایران و همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی شکلگیری انقلاب ها چگونه شکل میگیره و چگونه شکست میخوره برای نسل های آینده خیلی مفید. من متولد 15 شهریور 1326، صادره از آبباریک ورامین و در یک خانواده روستایی، در یک خانواده مذهبی و انقلابی بزرگ شدم، به دنیا آمدم. و اینی که گفتم من از کلاس دوم، من هر چیزی یه مسببی میخواد. درسته که ما در خانواده های اون موقع تندهات همه از قلدری بودن و قدرتمند بودن و کی چقدر زور داره، کی چقدر میخوره، کی چقدر فلان میکنه، اینها بود و همه از اجدادشون که من یه پدر بزرگ داشتم مثلا چند نفر رو میزد، چقدر غذا میخورده، هیکلش اینجوری بود، فلان بود. برعکس اینا در خانواده ما یا شب نشینی هایی که بود انجام میشد، هیچ وقت خونه ما این حرفا این بحثا نبود. در همون موقع بحثای بیشتر سیاسی و مذهبی بود که چه کار کنیم که ما میشنیدیم مثلا روحانی بریم بیاریم یه عالم، اون موقع نمیگفتن روحانی، عالم، عالم بیاریم و عالم رو عوض کنیم، این عالم اینجوری صحبت کرده، این عالم نباید اینجوری صحبت بکنه. صحبت ابتدای دهه 30 هست، درسته؟ بله. دارین در مورد ابتدای دهه 30 صحبت میکنیم. بله دیگه، بله همون موقع. این و جریان های اون موقع مثل حزب توده، جبهه ملی، مصدق. بعد از یه طرف دیگه من عموی من یه آدم بود، داشمشتی بود، مرام داشمشتی گیری داشت با ژاندارمری، یعنی با حکومت. اون موقع حکومت رو تو ده دیگه فقط ژاندارم میدونستن. امنیه بود اون موقع؟ بله امنیه، من الان میگم امنیه بود، خان بود و کت خدا. و هر ستاشو مشکل داشت. آره دیگه، این چون که اذیت میکردن مردم اون موقع و واقعا هم اذیت میکردن. چجوری اذیت میکردن؟ حق این کشاورز نمیدادن، به ناموسشون چشم بد داشتن، دیگه میزدن اینا رو، فلک میکردن اینا رو. اگر مثلا یه گوسفند یه بوزی داشت، مثلا یه رعیت رفته بود توی زمین مالک یه علفی خورده بود، میگرفتن صاحبش رو میزدن. خیلی خیلی ظلم میکردن، خیلی ظلم میکردن. بعد عموی شما مقاومت؟ عموی من داشمشتی بود، همیشه هم یه خنجر کمرش بود و سربازی هم نرفت، 12 سال خدمت کرد. اجباری در واقع؟ اجباری، مؤسسه بودن اجباری و اونا هم با عموم بد بودن. میزد، مسلح هم بود عموم، میزد، ژاندارم میزد، کسی هم زودش به عموم میزد. یعنی چی کار میکرد؟ کتک میزد یا میکشت؟ آره دیگه، نه کشتنی در، یعنی در همون حدی که بترسه، یعنی اون طرف مقابل. اونا هم همشون میترسیدن.
و چون که خلاف میکردن، اما من مذهبی متدین و اینا مثل پدرم نبود. پدر من خیلی از صبح زور شب مسجد. شما عموتون رو دوست داشته؟ خیلی عمومون دوست داشتم، به دلیل اینکه عموم فرزند نداشت، خانواده نداشتن در واقع، و به من خیلی علاقه داشت و منم بهشون خیلی علاقه داشتم. همسایه هم بودیم، یعنی یه دیوار کوتاه هر روز روزی دهشه به من میداد. خلاصه خیلی با هم علاقه من بودیم اینا. بعد عموم رو ژاندارمری میگیره و اینقدر کتک میزنه تا زیر شکنجه و کتک فوت بکنه. لابد شما کینش رو کردید. آره. بعد منم دیگه از همون موقع با توجه به اون سابقه و این عموم هم که اینجور شد، دیگه همه هم موقع هم اینجوری بود. هر روز یا بعض موقع بیومدم من قدم رو میگرفتم، خودم میگفتم مادر نه نمیدونم نه نجا من قد من یه خط بکش. بعد دو مرتبه میگفتم من میخوام بزرگ بشم، میخوام بیام بجنگم با شاه، میخوام بلان کنم، میخوام فلان کنم، میخوام این عربا نظرم بیاد اینجا. همش با این حس من این بود. چند تا بچه بودین شما؟ ما 7 تا. چند تا پسر؟ چند تا؟ 4 تا پسر، 3 تا هم دختر. شما چند تا بودی؟ من اولاد پنجمی بودم، ولی 2 تا قبل از من فوت کرده بودن، من اولاد سوم حساب میشدم. و از بزرگ شما دیگه بعدم اومدیم تهران، یه مدتی تو نونوایی کار میکردم، بعد برگشتم دهمون اینجا برای مادرم که بتونه تأمین کنه زندگیشو، چون بابا مریض بود نمیتونست کار بکنه، مادرم نونوایی میکرد. من اومدم 2 سال، از تهران اومدم 2 سال میرفتم صبح تا شب هیزم میزدم، تهیه میکردم، بوتهایی هست، بوته چالتاق میگن، تیغ میگن، اسمش اینه، جمع میکردم آماده کردم تا 2 سال که من تو این 2 سال بتونم یه کاری یاد بگیرم، مادرم هم بتونه نون بپزه و هزینه تامین بشه. من این کاری کردم و مجددا اومدم باز تهران. باز اومدم تهران دیگه، اول تو قسمت مکانیکی بودم و پیش آقای حبیبی چاره انبار نفت اونجا بودم. خیلی از سرمایه‌دارای تهران بود، خیلی هم دلش میخواست من پیشش بمونم، ولی برادر بزرگتر من شهید حسینی کنگرلو گفتش که نه، نمیخوام اینجا بری، ما هم نرفتیم. اون یه جاهایی رو میدید منم که من متوجه نبودم. در اصل اون موقع ایشون تو گارد شاهنشاهی استخدام شده بود، ازدواج نکرده بود. و بعدم که این تموم شد من از حالا با توجه به اون کینه‌ای که شما داشتید از حکومت شاه به خاطر عموتون و حضور برادرتون در گارد شاهنشاهی، میخواستید که از حضور برادرتون استفاده بکنید که سرک بکشید، سازوکار در واقع نظامی شاه رو متوجه بشین؟ همش رو برنامه و همش رو همین برنامه ریزی رؤیایی من بود. اینا همه تو رؤیا برنامه ریزی میکردم، تو رؤیا این که یک زمانی بله اسلحه داشته باشه شاه رو بیاندازه. بعد همون موقع بود که من یادمه یه روز جمعه بود، یه دوچرخه لاره داشته داشتم و نبود بفوت ماموریت. من اون گفتم من اگه بزرگ بشم، مرد بشم، بالاخره من میخوام با شاه بجنگم، از الان که بچه‌م هستم باورش نمیشه که من اومدم برای شناسایی اینا، الان برم توی این پادگان. من فکر میکردم همه قدرت شاه مثلا همین پادگان باقشاست. باقشا مقر گارد شاهنشاهی بود. بله. دیگه بله، اینجا من برم شناسایی بکنم اصلی خونه شون کجاست که من بزرگ بشدم حمله کنیم بریم اصلی خونه، اول اصلی ها رو
بگیریم که نیروهای لشکر ما بخواد بیاد اسلحه داشته باشه، که من با دوچرخه رفتم با هزار مکافات و دم در و یه جوری اینقدر برانور چیز کردم رفت آمد و با دوچرخه پا میزدم رو قدم نمیرسید رو تنه بزنم، وسط تنه اون پایین پا میزدم، تا اینکه اونم باورش نمیشد که مثلا یه بچه داره بازی میکنه. تا یه لحظه سرش گرم بود با یه پیرزنی میخواست ملاقات بکنه حواظش دارم، من با دوچرخه رفتم توی باغشا، رفتم اینقدر این برانور درخت زیاد بود، خیلی درخت بود. اسلحه خونه رو پیدا کنی؟ رفتم اسلحه خونه رو پیدا کردم، نوشته بود تال، خب من سواد داشتم دیگه، نوشته بود. همونجا هم سربازا داشتن نگهبانی میدادن، من دستگیر کردم، من دستگیر کردم. اینجا چی کار میکنی؟ تو کی هستی؟ ما رو بردن دفتر فرماندهی. بعد دفتر فرماندهی از روی چشم ابرو خودش گفت منو شناخته، مثلا تا منو دید شناخت که برادر فلانی هست. آره، گفتش که تو داداش کنگرلویی؟ گفتم آره. گفت اینجا برای چی اومدی؟ گفتم من اومدم داداشم نیست چند روزه، دلم تنگ شده اومدم داداشم ببینم. این گفتش که ما یه فرمانده داریم، خیلی آدم عوضی و ناراحتیه، اول میزنتت. خلاصه منو یه جوری خیلی آروم و یواشکی به قول خودمون ما رو فراری داد که به دست این فرمانده نیفتیم. ما از اونجا ما مالی اینجوری در همه مسائل دنبال این بودیم که بچنگیم با این حکومت. شما با توجه به برامینی بودید، ماجرای عرشبت که خرداد سال 42 رو یادتون میاد؟ بله، اونجا هم خرداد 15 خرداد 42 من هنوز سیگزالبرز نشده بودم، پادو بودم، پادو بودم تو همین سنف کشباف چاره گلوباندک کارخانه علی فروغی، من اونجا پادو بودم. و یه ایام تعطیلی بود 15 خرداد، اون موقع 15 خرداد فکر کنم عاشورای چیزی بود، دقیقاً یادم نیست. بعد یه چیزی بود که تعطیل بودن، ما رفتیم تعطیل می‌رفتیم ورامین از تهران، ورامین بودم همون به اصطلاح اون روز 15 خرداد من خودم یه چیزایی رو حس می‌کردم که یکی دو نفر تو خود این آباریک مثل حاج حسین صالحی و حاج حسین ایروانی و اینا خاروا فروش بودن، بقال بودن، اینا من مسجدی و انقلابی هم بودن، اینا با دوچرخه می‌رفتن ورامین می‌اومدن و خلاصه اومدم پرسیدم دیگه کسی نبود چیزی به من بگه. روزی از ده صبح میرفت تهران چهارم مولوی، چهارم مولوی هم برمیگشت ده ما، یه اتوبوس بود فقط، هیچ کسی دیگه هیچ امکانی موتوری ماشینی داشته باشه نبود، فقط یکی دو تا دوچرخه سوار بودن، اونم کاسبا بودن که دوچرخه داشتن میرفتن ورامی. بعد شاگرد اتوبوس ماشین یادم معروفی بود بنامه قاسم سیاه میشون گفتن، فامیلیشون ترابادی بود، داری هنوز آسیب سیاد، این از همین اتوبوس که ترمز کرد های هوار کرد، آی مردم کشتن، تهان کردن، فلان من دیدم خودم، فلان همچین، مردم جمع شدن و همه رو اخبارها رو تو تاق اتوبوس بلند بلند گفت، مردم هم جمع شده بودن. این تقریبا در موقع نزدیکای غروب آفتاب بود، اتوبوس رسید و گفت. اون موقع شنیدین چند نفر کشته شده؟ اون آقای قاسم سیاه گفت چند نفر کشته شده؟ نگفت چند نفر، چون که این قاسم سیاه جریان ورامین رو نگفت، که جریان تهران میگفت. و که ریختن قبرستان بهایی رو شکستند و اغراق کردن به عقیده من. این موضوع ورامین اینجور بود که ورامین چقدر جمعیت داشت اون موقع؟ ورامین؟ ورامین جمعیتش زیاد نبود مثلا، الان هم زیاد نیست جمعیت ورامین اون موقع،
صد هزار تا، شدم کمتر. اینو من آمار ندارم، من همینجوری میگم، شدم کمتر جمعیت. به حال 15 هزار تا کشته نمیتونست بده اصلا. این 15 هزار تا 15 خرداد 15 هزار تا کشته. اینا با عدد روندش کردن. آره عدد روندش کردن. پس اون دوره که دوره برو بروی در واقع نواب صفوی بود و تشکیلات اون، شما مخالف بودی؟ من میشنیدم. البته من اگه میخوای من نگاه کنی، من هر چیزی که به جنگ و خشونت و کشتن و اینا بود من موافق بودم. خب ولی اگر بخوای درست حسابی بخوای بررسی بکنی از دیدگاه اسلام، مرجع تقلید شیعیان جهان اون موقع یعنی بزرگترین چه آقای بورژردی بود، آیت الله بورژردی بود. آقای بورژردی اصلا هیچ تأییدی نکرد کار اینا رو، هیچ. نه ساواکی بود آقای بورژردی، نه طرفدار ظالما بود، ولی کار ترور رو قبول نکرد و آخرش هم نکردیم. و حالا ما میفهمیم، حالا که سردی و گرمی روزگار سیاسی رو چشیدیم، میفهمیم که چه کار درستی کرده. آقای کنگرلو در سالها بعدی خود بریم جلوتر، وقتی ماجرای رستوران خانسالار اتفاق افتاد، شما چه موقعیتی داشتی؟ بله نمیدونم شما بدونی یا ندارم. من یکی از چیزایی که حالا اینجا میگم ولی تو بعدش حالا شاید اجازه ندادم برای چیز، من مخالف عملیات مسلحانه نبودم، یعنی موافق نبودم. درون خودم خیلی دوست داشتم مبارزه مسلحانه رو بزنیم بکشیم اینا، و امکاناتش هم داشتم و ارزش هم داشتم. ترس هم نداشتم اصلا. من دو چیزی رو اصلا نفهمیدم، یکی ترس، یکی هم تکبر. با چه توجیهیم؟ حالا تو پروژه حالا همین دیگه. بعد ما یه دفعه من و شهید بگزاده، شهید بروجردی و خدا حفظش کنه عبدالله جعفرزاده رفتیم سینما میدون امام حسین فوزی سابق، فیلم جمیله بوپاشا. جمیله بوپاشا اونجا که اومد یه بمب گذاشت تو رستوران، اومدن تو رستوران. جمیله بوپاشا بی حجابم بود که از انقلابیون مسلمان الجزایر بود. بمب گذاشت همون تو کیفش بود، کیفه رو همون زیر میز که گذاشته بود اول اومده بود، شامشون هم که خوردن خواستن برن کیفه رو نیاوردن. بعد که رفتن کیفه منفجر شد و افرادی که اونجا بودن همه کشته شدن و اینا. ما اصلا اومدیم بیرون دیگه همه تو فاز دنبال منفجر کردن رستوران منفجری بودیم. بعد برید به بچه ها من گفتم که ببین درسته که ما الان، ولی ما سرباز امام آقای خمینی هستیم. هرچی ایشون میگه، ایشون مبارزه مسلحانه رو رد کرده. اما همون موقع ها مثلا آقای هاشمی تو خط مبارزه مسلحانه بود. نه اون موقع موافق نبودم دیگه. خب گفتم ما آماده ایم، حتی من برای عملیات ساعت بخر، کیف بخر، هر کسی مسئول یک قسمت کار بود، امکانات تهیه بکن فلان حرفا. و شهید بروجردی مسئول عضوگیری فعالیت نظامی بود و کارهای نظامی رو هم ایشون مسئولش بود. در حوزه همون فجر اسلام دارید میفرمایید؟ بله همون موقع. حالا اینا اومدم وسط کار. بله تا اینکه اون شب که این عملیات مثلا رخ داده این حرف، من با ایشون اختلاف پیدا کردیم سر این موضوع. کدوم شب؟ شبی که خانسالار منفجر شد؟ قبل از اون انفجار خانسالار. فرمودید که مخالف بودید. من مخالف بودم. بعد
خلاصه اختلاف اونقدر شد که گفتیم باباشون شما نمازتونم الان نمیتونید بخونید که بدون تجویز، یعنی بدون قرائت. خلاصه نمازش خونده اون یکی. آقا بلند شدیم گفتیم که بیا بلند شدیم بریم بشه آقای بهشتی، شهید بهشتی قبرستان. ما رفتیم پیش ایشون، من و برژردی و عبدالله رفتیم. آقای بهشتی اینا هم حرف من زد. ایشون شهید برژردی گفت من خودم میفهمم. گفت خب چجوری میفهمی از قرآن؟ گفت زیرش فارسی نوشته دیگه، همون فارسی میخونیم. گفت نه این فرق میکنه، شما بعد استنباط بکنی که قرآن الان امروز نظرش اینه. بعدم من گفتم ببین ما تنها کسی که میتونه توی گروه ما باشه، یعنی سروری بکنه، کسی که نظر آقای خمینی رو هر روز داشته باشه آقای بهشتی، و ما سربازیم و اگر آقای خمینی مخالف باشه نباید این کار بکنی. هیچی ما رو گفت مثلا فرض کن، یعنی نمیکشه دیگه، یعنی میترسه نمیکشه. اینجوری این حالت بود تو، احتمالا خودش اینجوری فکر کردن دیگه. ولی ما هر کاری کردیم زورمون نرسید، زورمون نرسید و عرض به حضور شما بمبو موجه کردم رفتیم اونجا. بعد بمب که میخواست بره اول باید میرفت یه جای دیگه، یعنی باید میرفت هتل هویزه. اونجا هتل هویزه میخواستیم بریم، گفتن که ما نمیتونیم بریم. گفتیم مشکل چیه هتل هویزه؟ گفتن که مشکل اینه که اونجا بخواید بری باید یه اتاق بهت میگن، اولا باید تیپ بکنی، قشنگ ریشه رو با تیپ بترشی، خیلی اصلاح، لباس درجه یک آمریکایی، کروات خیلی. حالا این بچه بود که مثلا آسین کوتاه میگفتیم حرومه. بعد نه بعد اینجاش مهمه که یک دخترم باشه که این دختره حجاب چادر اینه که هیچی، بعد لختی باشه، هر چی لختی باشه اونا کمتر شک میکنن، مثلا رکابی باشه و مینی جوب باشه و اینا. خب چیکار کردین اون وقت؟ من مخالف بودم هر چی به اینا گفتیم. بابا ببین ما میخواییم هدفمون اینه که ما ادامه دهنده حکومت امام علی باشه. امام علی باشه. خب فرض مثال دیگه، مثال میزنیم الان ما اینجا چهار تاییم، یکی منم حاجی مهدی موسویه که مسئول مالی ما بود، یعنی در واقع کل هزینه های مالی ما را ایشون تامین میکرد و ما همیشه هم یک کاری میکردیم که یک کاری بکنیم که ایشون دستگیر نشه، نسبت به افرادی دیگه بیشتر حفاظت میکردیم ازش. و فرض کن حالا اون رئیس قیابی میگیریم ما چهار تا، یک فرض کن نام بکشیم جان آن، اینم علی آقا فرزند ابی طالب، اینم نشسته. ما میگیم ما علی آقا شما عضو ما هستی، ما میخوایم ادامه دهنده حکومت شما باشیم، خواسته شما رو اجرا کنیم، فدایی شما هستیم. ما به خاطر اینکه میخواییم بمب بذاریم فلانجا احتیاج داریم، کسی هم اجازه میدی زینب تو زینب خانم رو بیاد اینجا ما مینی جوب تنش بکنیم و اینجوری بره؟ شما چی فکر میکنی؟ آیا علی ابن ابی طالب موافقه یا نه؟ بدون استثنا همه گفتن مخالف. خیلی خوب، یه سوال دیگه آقای عبدالله جونم عزیز من، اونا خواهر نداشتن؟ خواهر داشتن، شوهر کرد. این یه خواهر داشتن، من ازدواج نکردم. گفتم تو که یه خواهر داری، حالا یه خانواده محجبه متدینی هم بودن اینا.
گفتش که قدم قرمز شد. بودم دیگه خواهر داری؟ خواهرت بیاد با محمد بره. اینا. دیدم انقدر قرمز شد، خب من هرگز اجازه نمیدم. گفتم پس چرا میگید که ما بریم یه نفر، یه دختر اینجوری بیاریم؟ حالا خواهرت نباشه، خواهر هر کس دیگه. اونجا مطرح بود که بریم خواهر فلانی رو. فلانی کی بود؟ حالا حسین خداوردی بود، که این حسین خداوردی یعنی رفیق شهید هادی بیگزاده بود و هادی بیگزاده هم یه خانومی بود، دختر خانومی بود، خیلی معجبه بود، از شمالی تقریبا آشنایان و ناطق نوری و اونجا اونها بود، ما بهش میگفتیم خاله. بعد قرار شد که با هادی هم ازدواج بکنه توی مایه. بعد از طریق ایشون حسین پیدا کردیم. حسین هم فرستاده بودنش توی چیز نفوذی، توی فرمسونری، اونجا کار میکرد، تشکیلات فرمسونری جمع‌آوری کنه به ما بگه. این نفوذی ما اونجا بود. قرار شد خواهر ایشون بفرست و ما این کار کردیم. این کار انجام شد. خواهرش قبلش محجبه نبود؟ چرا؟ اونجا کشف حجاب کرد و مینی جوب پوشید. بله. و رکابی پوشید. بله. و حالا مینی جوب پوشید شاید مثلا یه وجب بلندتر. بله. ولی این کار شد و من خیلی ناراحت شدم و از همونجا خانومه توجهشی بود برای اینکه این کار رو بکنه، رفتار انقلابی دیگه. آره دیگه، اون خانومه مثلا در حد اون نبود که اینجوری تحلیل چیز داشته باشه. بعد حالا الان مثلا بعضی موقع میگه خواهر اون نبود، بالاخره یکی بود دیگه. حالا چند نفر تلفات داد؟ بکنم 50-60 نفری تلفات داد. 50-60 نفر کشته؟ آره. چند نفر مجروح؟ نمیدونم دیگه. چند نفر روزنامه کیهان نوشت. چند نفر آمریکایی بودن؟ میگفتن 40 نفر آمریکایی بودن. بعد شما کینتون از آمریکایی‌ها چی بود؟ من خیلی مخالف آمریکایی بودیم. چرا؟ با شاه قبلش مخالف بودین، آمریکا دیگه چرا؟ خب آمریکا دیگه شاه عاملش بود. دست نشانده آمریکا بود دیگه. این بعد از ماجرای سال 32 دیگه این تصور بود که آره دیگه سیاسی شدیم و دیگه اون حالت تعصب و اون مدلی تبدیل شد به یه چیزی دیگه. بمب‌گذاری کجا یاد گرفتین؟ بمب‌گذاری هر کسی مثلا یه بمب رو ما اون موقع مدرن نبودیم. الان مدعی هستیم که هیچ کسی نه الفت نه مجاهدین خلق به اندازه ماها بلد باشه کار مبارزه باشه اون موقع، چون که من الفت رو میشناسم، منافقین هم میشناسم و الان خیلی پیشرفته ایم. خب نه اون موقع اون موقع نه، ما ساعتی میذاشتیم خودمونم موادش رو میساختیم. خب بالاخره بعد میدونستین که چی با چی ترکیب میشه. هر کسی یه چیزی داشت، مثلا من امکانات فراهم میکردم، یه نفرم موادش رو ترکیب میکرد، دستساز مواد رو میذاشت توی کیف سامسونت پر میکرد، ساعت رو تنظیم میکردیم میذاشتیم اونجا. یه چاشنی داره تو همین رو باید کسی بلد باشه آخه. آره یه بلد بودیم، بلد بودیم. من نفهمیدم کجا یاد گرفتی. اونایی که این کار کردن توی نشریه های چپ اون موقع بود، مثلا خیلی نشریه بود که اون موقع مال کوبا اونجاها بود، توی این چیز نوشته بود. قبلش هم تجربه انفجار داشتیم؟ آره ما زمینن ما اینا رو آزمایش میکردیم. کجا؟ تو کبیری برامین. ما پادگان داشتیم ولی تابلو نداشت، پادگان وسیع چندین کیلومتر ولی چیز نبود، یعنی تابلو نداشت، آزمایش هم میکردیم. کجای رستوران بمب رو گذاشتن؟ حالا عرض میکنم. بعد این بمب رو افرادی بودن که حالا دارم هستن اینا، بدون اینکه اون شبی که قرار بود هویزه رو بزنن اون موقع چیز دیگه میگفتن، یه
چی بود اسمش یادم، خیلی آدم با خوبی خوشمزه هم بود، راننده تاکسی بود خود این. راننده تاکسی و محمد برژردی و با اون خانم ستایی رفته بودن اونجا، اتاق هم گرفته بودن و فلانی حرفا، کار نشده بود و برگشته بودن. ماه رمضان هم بود. بعد این زیر کرسی یا همینجوری فکر میکرده مثلا الان همه مردم دارن دعا میکنن، قرآن سر گرفتن، تو اونجا دارن مثلا عرق خوری میکنن، خان سالا تحریک میشه، بعد بلند میشه خودش تصمیم میگیره. حالا من اینجوری به من گزارش شد، حالا شاید الان یه چیز دیگه مثلا آدم ها بگن. من همون موقع محمد اینو گفته به من، اینجوری خودش تصمیم گرفته رفته اونجا. و دو نفر هم بودن، یه نفر دیگه هم بهش اضافه کردن که هم چند شب پیشا اون آقا به من گفت، گفت من با فلانی بودم. اسمش هم نمیخوام بگی. حالا اگه سختتونه نگی. آره. نه حالا اسمش چیزی نیست، حالا اگر که من بعدش بپرسم باش میگه اسمش. این کیفمون زیر بوده که غذا میخورن اینا زیر میز. آره. دیر بلند میشن. بعدم اون کسی که داشته حساب میکرده بهش میگه برو کیفو بیار. این که همراه اون بود و غیر آدم رو گردن کرفت و قویه کلم بهش میگه بریم. نمیاد. خودش میره بیرون. خودش میره بیرون و اون با منفجر میشه، اینم کشته میشه و مثل حزب جمهوری اصلا سقف میاد پایین. خیلی قوی بوده. آره، مثل پیمت پایین. آمریکایی شما رو شناسایی نکردن همون موقع؟ سیستمون خیلی پیچیده. خب بعدها وقتی که بعدها نتونست. البته یعنی بعدها وقتی با آمریکا ارتباط داشتیم احساس نمی‌کردن که شما همونی هستین که یک زمانی اتباعشون رو کشتی. شاید بوده. به روتون نیوردن. گوش کردی؟ شاید بوده. ما میگیم نمیگیم نه. شاید برون نیوردن. اگر که مثلا میفهمیدن اینا که دارم میگم خیلی چیزه است که کسی نمیدونه اینا رو، چون که من میخوام تاریخ رو به شما بگم. میگم درست. اینم قضیه خونسالا. آقای کنگرلود، شما فجر اسلام بودید، در این حال یه مدتی هم صف بودید. ماجرای اختلاف صف و فجر اسلام چی بود؟ بابا همین از همین کشم. یه سوالی بکنم، شما اشاره وقتی میفرمایید به آقای محمد بروجردی، منظورتون همین شهید محمد بروجردی هست؟ بله. که به مسیح کردستان مشهور بود و فرمانده سپاه کردستان. بله. بود. بله. سوابق چرا نمیدونتون؟ حالا عرض میکنم یه دونه اعلامیه 2 سال زندانی داشت. ما شروع کردیم این رو در کوتاه زمانی آوردیم رسوندنش به 20 روز. تاکتیکمون این بود. چجوری این کار کردی؟ تعداد زیاد. آن دیگه زیاد نمیتونست آدم بگیره. یعنی هر کار ممنوعی موقعی که زیاد بشه این قفش میشکنه، افتش یا اون چیزش میشکنه و به صلاح وقتی همه اطلاعی داشته باشن دیگه همه. آره. که نمیشه 2 سال زندان کرد. آفرین. شما الان اینقدر مثلا هروئین اگه کسی داشته باشه مثلا میگیرنش، موقع که تو هر خونه همه هروئین باشه کار نمیتونم بکنم. من به شهید بروجردی گفتم که برادر شما اگر آمادگی داری، من دیدم آماده است، بیا. همون موقع گفتم بیا ما شاخه نظامی رو مسئولیتش بپذیر، همه چیشو من آماده کردم. من پشتیبانی، تدارکات، پادگان، تو فقط نیروهایی که از هر کجا معرفی یا من معرفی میکنم بیاد، نیرو رو گزینش بکن، قرار بذار، گزینش بکن، بعد هر کدومی که تو گزینش قبول میشن با اینا کار کن، آماده شون کن برای عملیات. همین رو تو جلسه اول گفتی. آره. همه را همونشون گفتم. اون وقت ایشون میگه خودش کار با اسلحه رو میدونست. سرباز بود.
ماجرای رستوران خانسرا که تنها وارد نبود، شما یه عملیات هم داشتین علیه یک مینیبوس آمریکایی. آره اونم بود. موفق نشد. نه موفق نشد. چرا؟ این میخواستین بمب و اون نارنجک رو بندازه، تو نیفتاد، افتاد همون لب پنجره، افتاد توی جوب، اونجا منفجر شد. که انفجار این بیشتر به خود همین موتوری که سوار بودن به اینا بیشتر لطمه دیدن تا اونا. و بازم دستگیر نشدن؟ نه. نارنجک هم میساختین؟ آره تولید میکردیم نارنجک. بعد این نارنجک و ماشین تراش و همه خیرآباد ورامین، ما یه جایی بود من خریدم ماهی 100 تومن قسط میدادم سفته اونجا رو خریدم. بعد ماشین تراش گذاشتیم، هادی بگذاره تراشکار بود، شهید هادی بود تراشکار، اینم کار تراشش انجام میداد. بعد موادم ما نفوذی داشتیم توسط هم رفقا، یه موادی از مخصوص انفجار معدنه تو کوه، دینامیت شناس، دینامیت. این دینامیت ها با چاشنی می آوردیم انجام میدادیم، چاشنی هم بود و فیتیله کامل چیز میکرد و قشنگ یاب میزدیم. خب بعد اسلحه هاتون چه بود؟ اسلحه؟ اسلحه کلت بود. از کجا میومد؟ میخریدیم از عراق؟ از کردستان. آره. ببینید ما جواب دادیم، گفتن اگر که شما پیروز شدید، اون موقع پیروزی اصلا یه چیزی گفتن 30 سال دیگه چکه میکرد نزدیک باشه؟ نه بعد ما اصلا باورمون نمیشد، با چی با چه امکاناتی شاه به این ترسوی ما ندیدیم. بعد فکر میکردیم با تحت فشار در بره. آره با توجه به اینکه ارتش ایران موقعی که اینا خواستن یک لشکر بفرستن تو مردم، اینا نمیخواستن تسلیم بشن، تصمیم داشتن، حتما میدونین تصمیم داشتن نیرو بفرستن تو خیابون خراب کردن. اومدن که هیچ کس نیست در کارش، هیچ کس نیست، راننده ها نیستن، مایکرو نیستن، یک تعدادی خیلی کمی هستن. مشابه همون اتفاقی افتاد که تو شهریور 20 در مقابل متفقین اتفاق افتاد، یعنی ارتش در لحظه سخت رها کرد. بله یعنی ارتش ما اومد نجنگید با مردم به خاطر همین این. و واقعا اینجا ارتش نیمد رو به رو مردم به صلاح بکشه مردم رو، نکرد این کار رو. درست حالا داشته باشین ما بقیه نامه مهندس بازرگان شده. نامه گفتش که از چه ناحیه؟ گفتیم اگر یه زمانی ما پیروز شدیم از ناحیه عراق به ما حمله میشه. جدی؟ به خدا والا. خب فکر رو نمی کردین که عراقی که دارین صحبتش رو میکنین همون موقع که داشتین صحبت میکردین یه بخشی از رادیو عراق رو دادن دست آقای سید محمود دعایی و رادیوی یعنی حزب بعث داره روحانیت شیعه و انقلابی رو کمک میکنه. بله. رادیو مبارزین. دقیقاً هم با این وجود فکر میکردین حزب بعثی که داره انقلابی رو کمک میکنه رو در روی انقلاب وای میسته. ببین ما خیلی ساعت ها بعد حالا بگو چرا؟ به دلیل اینکه این سوال بود که خب چرا از ناحیه عراق ما حمله میشه؟ ببینید اگر یه زمان ما پیروز شدیم، این پیروزی ما پیروزی حزب کمونیست نیست، پیروزی توده‌ای نیست، پیروزی بچه مسلمان هاست و دیدگاه اسلامی دارن. اینو من تحلیل اون موقع رو میگم ها، برعکس دیدگاه کمونیستی دارن و دیدگاه قومی دارن. آره و عراقی ها از اول با ایرانی ها بد بودن. این عراقی ها خودشون رو فاتح جنگ قادسیه میدونن، این عربا، این عراقی ها.
و چون که این عراق هم الان شده گردن کلفت همه عربا و حاضر نیست یک کشوری به عنوان اسلام حتی غیر از اسلامی هم داشته باشه و ایران رو اینها ایران رو برده و بنده خودشون میدونن تو تاریخ، اینا حاضر نیستن که ایران به یه قدرتی برسه. به خاطر همین موضوع اینا با شاه داشتن میجنگیدن دیگه. من تو منطقه هم رفتم با افرادم که با ایران بارزانی ها و کردان با اونا چند شب تو قصد شیرین اونجا بودم، یعنی همه اطلاعات اون موقع داشتم. به خاطر این و اینو جنگ با ایران همون موقع هم صدام بود، به خاطر چی ما می جنگیدن؟ به خاطر چی با شاه می جنگیدن؟ منافع عربی ایرانی، همین دیگه. حالا سوال، پیروز شد انقلاب در شرایطی که فکرشو نمی کردید، از فردای پیروزی شما که حدس می‌زدید که عراقی خطری هست که احتمالاً به ایران حمله می‌کنه، در واقع پیش دستی کردید که شروع کردید به بمب‌گذاری تو عراق؟ نه، پیش دستی نکردیم. من به خاطر همین موضوع دیدیم همون تحلیلی که من داشتم، قدیمش داشتم، اینا همین عراقی همجوری فکر می‌کنن، همینجوریان. رفتم لب مرز. از من خرداد 58 من لب مرز بودم، چند ماه از لب مرز اربندرود و عراق، 6 ماه بعد از انقلاب. آره. بعد اون موقع چرا رفتم اونجا؟ کمتر عربا رو جمع کرده بودن، عربا رو جمع کرده بودن و یک خلق عرب درست کرده بودن، یه تظاهرات رو از اون بعد مدنی استاندار بود. آره، مدنی رو من تخلیه کردم. حالا دوست دارم دفعه دیگه من حکم زیاد دارم، تأیید مثلا شهید بهشتی، از میرحسین موسوی، خاتمی، هاشم رفسنجانی، اینه که بعد از انقلاب دیدگاهشو مثلا چقدر من تأیید کردن فلان. از مدنی هم حکم داری؟ از امام؟ از مدنی. مدنی نه. حالا شما رفتید اونجا؟ من با شهید بهشتی یه نامه زد، گفتم باید یه نامه بنویسیدم بتونم تخلیهش کنم. رفتم تخلیهش کردم، گفت بیا معاون سیاسی من بشو اینجا. مدنی به هر حال دریادار بود دیگه، آدم نظامی بود. هم استاندار بود، هم دریادار بود، هم نامزد ریاست جمهوری بود، یه آدم قویه. بله. بعد من دیدم مدنی کاملا، یعنی جوری من برخورد کردم و جوری معرفی شدم که این به من گفتش که بیا معاون سیاسی من بشو تو منطقه اینجا و اهدافش رو به من گفت. چی بود؟ اهدافش گفتش که ما باید از این عربا اینقدر بکشیم، همین جمله، از این عربا اینقدر بکشیم که اینا از ترسشون، یعنی یک مو خلاف نکنن این برابر. فقط عرب، فقط ما باید بکشیم. بعد گفت بعد که کشتیم، یعنی سرکوب شدن، ما تو منطقه عربی امکانات می‌ذاریم و خیلی طرحهای دارم، مثلا جزیره مینون اینجوریش بکنیم، اونجا اینجوریش بکنیم. منظورش از عرب، عرب ایران بود یا عرب؟ آره، هم عرب ایرانی ها، ایرانی ها رو گفت. برای جزیره مینون چیز دارم؟ که خطر عراق هم جدی میگرفت؟ نه، اصلا خطر عراق رو اصلا جدی نمیگرفت. هیچ. حالا گوش بده. من دیدم این از اوناست که اگر امکانات دستش بیاد همه رو قتل عام میکنه، خودش میشه شاه. در آوردن دیگه. خیلی خب، این افرادی هم که این داره معرفی میکنه، بابا فرمانده سپاه آبادان رو این معرفی میکنه، حالا حسابشو بکن دیگه.
همون فرمانده سپاه ما دیدیم عجب بابا فرمانده سپاه هم حزب اللهی ولی فاسد. کی بود؟ مفعول فرمانده لشکر شد بچه مردم میکشید رو خودش. کیانی مهدی کیانی فرمانده سپاه آبادان بود، بعدم شد فرمانده لشکر، بعدم گرفتنش مدتی کوتاهی زندان بود، بعدم رفت یه جایی ساندویچ فروشی میکرد، بعد اخیراً اومده تو بازی سیاسی. ببینید اینا ما چون که اول حکومت داریمون بود و بیشترم تو کار امنیتی بودیم، با مطالعاتی که داشتیم چگونه جاسوسی بکنیم، چگونه جاسوس درست بکنیم، اینا رو همه رو یاد گرفتیم دیگه. میدونیم که دشمن چی کار داره میکنه. اما اون موقع نمیدونستیم، کم میدونستیم. بله اون موقع میدونستم، یعنی اون موقع بعد از انقلاب بود، من برای این رفته بودم اصلا. بعد که رفته بودم من ناصر ترکانو من فرستادم کردستان، حتی پول نداشتیم، من چک نوشتم سه ماهه از این حاجری‌های شفیعی تو بازار که پدر زن برادر زن منم هست، پول قرض گرفتم دادم به ناصر ترکان رفت. آقای شهید ناصر ترکان که برادر همین آقای مهندس ترکان خودمونه. بعد اونجا با اسم کنگرون نه با اسم غیره میرفتم اونجا سر بهش میزدم، بهش میگفتم چی کار کرده چی کار نکرده، بهش خط میزدم میومدم، من پول قرض میگرفتم میدادم برای نیروهایی که میفرستادم ترک من صحرا. درسته. خب حالا برگردیم سر اون ماجرای اول انقلاب. خب فرمودید که در واقع رفتید تو منطقه و شناساییاتون رو کردید و با آقای آصفی هم وصل شدید، آقای آصفی حزب دعوه، و به جنبندی رسیدید که شرایط به چه صورتی که مجهزشون کردید، تسلیحشون کردید؟ تا اونجایی که بله، اونا همه امکانهایی در اختیارشون گذاشتیم، پول در اختیارشون گذاشتیم خیلی زیاد. با مجموعه آقای حکیم اینام کار میکردی؟ بله. آقای حکیم، شهید حکیم پیش من بود تو حواس، هم خوراکش و امکاناتش و پولش و همه چی دست من بود، یعنی همه عراقی پولاشون دست من بود، من میدادم. بعد هنوز سپاه بدری درست نشده بود. نه. سالها بعد. نه، جنگ هم شروع نشده بود هنوز. بله. بعد اینجا یه ابو حیدری هست، خیلی خدا حفظش کنه، که خیلی ابن رفته پیر شده دیگه، این زنش ایرانیه، بچه بصره است، و چهار تا پنج تا برادر داشته، به خاطر این همه اونا رو صدام میکشه، همه رو. خیلی دلخراش با این بر. بعد این یکی از نیروهای بود که یعنی مثل من فکر میکرد دیگه، مثلا اینجوری به شما بگم، نه حزب دعوه‌ای بود نه مدرسه‌ای بود، نه اول حزب دعوه‌ای بود ولی به خاطر همین روشن فکر از مجاهدین روشن فکر بود. مثلا به آقای حکیم میگفت شما رفتی آمریکا، حالا اومدی، خب نه از اعضای بالای حزب دعوه بودن، خب شما به این کنگره یک گزارش بدید. گفتم چی گفت؟ گفت میگه من مرجع تقلیدم، مرجع تقلید به کسی گزارش نمیده، خودم تشخیص میدم اجرا میکنم، و در فقه جعفری مرجع تقلید دیدی شما مصاحبه بکنه؟ من چه دیدم؟ یه مرجع تقلید چه آقا بروجردیش بگی، چه سیستانی بگی، چه سانعیش بگی، مثلا رسانه که مصاحبه میکنه، اما نه مصاحبه که به عنوان مرجع تقلیدی، نه نمیدونم، نه امام خمینی که میکرد. آقای خمینی هم نمیکرد بابا، تو پاریس نه مصاحبه داره، فقط همین. تو ایران هم میاد به خانم اوریانا فالاچی صحبت میکنه، بعدش هم دیدنش میکنه. دیگه مصاحبه نمیکنه دیگه. بابا اون موقع به خاطر پیروزی بود، همه دست به هم کاری میزدن، ولی قبل از قدرت بود. آره، ولی دیگه
مرجع تردید که مصابه نمی کنه. بعد نمصابه نکنه، یعنی حساب پس نمیده. این حرفش حساب پس نمیده. بعد دید حساب پس بده، آقا بنده اینقدر این ماه به ما سهم امام دادن، ما اینقدر خرج طلبه کجا کردیم، اینقدر سطح این تعداد طلبه، نه نه این چیزات حساب مالیش حساب پس نمیده، متوجه شده. حساب پس نمیده. بعد بهش میگه آقا شما که اینجوری هستیم چرا اون فلان جور چرا اونجوری، یعنی این حساب پس دادن. ابو حیدر گفتش که به آقای ابو حیدر اومد، گفتم ابو حیدر بلند میشی این، من اومدم آلمان به خاطر همین موضوع، رفتم تاکی واکی خریدم بدون مرکز، بیستمای تاکی واکی بدون مرکز که از اون باید رودخانه با این باید رودخانه بتونه حرف بزن، از آلمان اووردم، یکیش دست ما بود یکیش هم دست اون بود که با من چیکار بکنه. گفتم شما برو کل منطقه رو آدم بذار که ببینی که نیروی ارتشی نظامی خارجی غیر عرب بسیا با دوربینی چیزی اینجاها نمیان. رفت اونجا مستقر شد، اندر قریب تو یک ماهی هم نکشید اومد، نگفت عراق میخواد حمله کنه که، اون گفت به ما گفتن، این خودش هم ندیده بود، افرادی که دیدن تو منطقه بصره گفتن که یه تیمی بودن بعثی ها باهاشون بودن، کله گنده بعثی ها بودن همه نظامی و چند نفرم همه معلوم بود که نظامی ها، همه بور بودن، قد بلند و بور، زاغ و بور بودن، نه عرب بودن نه ایرانی بودن نه چی بودن، مثل روسا بودن مثلا. بله روسا بودن. آره بعد اینا داشتن مثلا زمین رو میدیدن اونجور میکردن، فیلم میگرفتن، نمی چیکار میکردن، بلی ما فهمیدیم که بخواد جنگ میشه، یعنی از این بهتر سرها مشاورای پیمان برشای داشتن. آره اینا آوردن اونجا زمینشون میدیدن دیگه، میدونی که عملیات نظامی ولی اول زمین دشمن رو باید ببینی و زمین خودت در کجای زمین قرار داری. این مال چه ماهیه؟ مال فروردین. فروردین 58؟ آره یعنی سه ماه بعد از انقلاب. آره 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 هم ماه. و بمبگذاری ما که شروع شد؟ حالا گوش بده، اینا بمبگذاری که شروع شد گفتم خیلی خوب، من اونجا بمبگذاری اونا. آره من اونجا امکانات که من داشتم هیچ، نه سپاه داشت نه کمیته داشت نه هیچ، من از من شهید بیشتی من حمایت میکنم، گفتم پول میفرستم. بعد من معرفت که وزارت بازرگانی، بعد من یه تشکیلات درست کردم فوری ها، تشکیلات نوار مرزی خوزستان از پاسگاه فکه تا تنگه دو، این دهات های مرز نشین رو خب اینا رو تو دهات ها مؤمنان خیلی متدینین عربا رو کیش که فارسی بلد نیست، اینا رو همه رو شناسایی کردم. کی شناسایی کرد؟ توسط مرکز الخطباء من درست کردم، فکر من بود مرکز الخطباء روحانیون، معمولا اونجا روحانیون روزه میخونن خطیبن بهشون میگن، مرکز الخطباء یه چیزی هم دارن مشخص که این روزه خونه. بعد اومدیم دیدیم که نمیشه، ما اینقدر آخونده عرب هم نداریم. من توسط رفقا خودم از لبنان شید یعنی 30 تا آخوند عرب آوردم از لبنان. من با اون پولایی که داشتم تریلی تریلی برنج، روغن، آرد، لپه، عدس، ماش، شکر، چای، قند، همه اینا را تهران می آوردم. 50 تن من آوردم خالی کردم اول یه بارش، 50 تن 3 تا تریلی میشه آوردم، گفتم اینجا باشه، هر کدومی که تایید کردم
اینجا میذاری توی گونی مالیه ماش بهشون میدی، بیشتر آرت مصرف میکرد بهشون میدی، این مالی اینا بهشون بده اینا. بعد گفتم جوانهای مؤمن رو شناسایی کن، باشای مؤمن و عرب غیرتی شناسایی کردم. گفتم برای چی دادم؟ بعد ما اومدیم این محسن رضایی یه حکم من داد که برای تشکیل سپاه مرزی، ما اومدیم سپاه مرزی تشکیل دادیم. خب ما میشه شمخانی، از امکانات از شمخانی میگرفتیم اسلحه. خب حکم که داشتیم، محسن رضایی که اون موقع هنوز فرمانده سپاه نبود، نبود. معاون اطلاعات بود. ای والا گوش کردی؟ نبود. بعد چون که ما مخالفه بنی صد بدیم اینا هم اینجوری بود، مرتضی رضایی هم اونوری بود. حالا بعد اینا به ما نوشت و بعد یه دفعه هم نوشت که من توی جلسه اطلاع تحقیقات سپاه منطقه هم شرکت کنم، که من نکردم. بعد من رفتم اینجا، اینا اول اومدم سپاه گفتم که اینا نمیذاشتن. اومدم پیش آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای نماینده اون در سپاه، براش توضیح دادم. آقای خامنه‌ای گفت حالا چیکار کنم؟ گفتم که منو معرفی کن به فرمانده سپاه که منو بپذیره، حرف منو بپذیره، بپذیره من کمکشون کنم. داستان اینه، من بگنه منم مثل همه میتونستم برم خط نوردونه بگیرم برم بالا. من دلم طاقت نمیاره که من بشینم یه جایی پشت میز یه مسئولیتی داشته باشم بیان سرزمینم بگیرم. حالا گفت باش، من یه نامه نوشت برای آقای چیز همین فرمانده سپاه کی بود اولیش؟ ابو شریف؟ تحلیل هم میکنه آن فرمانده سپاه منصوری دکتر منصوری فعلی. آره سنار. حالا من میگم چرا سنار منصوری رو یادآوری کن. بعد من اومدم مشکلات رو برای آقای خامنه‌ای گفتم. آقای خامنه‌ای اوایل همین فرماندهی نمایندگی امام در سپاه بود، امام جمعه تهران. من بعد مرتب میفتیم خونه شون و اینا، روابطمون اینجوری بود. دیدیم که ایشون حرف منو تایید میکرد، یعنی با توجه به این استعداد خودش و ارتباطاتش و بالاخره سپاه بود و ارتش و اینا، اینا همه مخالف نظر من داشتن دیگه. گفتم آقا جون داستان اینه، ما هیچ نیروی نداریم، ارتشی نداریم، سپاهی نداریم و عراقی‌ها دارن با ما یک جنگ مکانیزه همچین شیشتون میخوان را بندازن با کمک روسا. ایشون حرف من قبول کرد، یه نامه نوشت. ما هم رو صداقتی که داشتیم گفتیم خواهی نامه نوشته به آقای منصوری دیگه، ما از هیچ کپی نگرفتیم. خب تو نامه مثلا خب تایید کرد و اینا معرفی شدم. بعد اصلا این منصوری موقعی ما رفتم پیشش نامه رو نخوند. گفتم این نامه است که از طرف آقای خامنه‌ای آوردم خدمتتون. اصلا نامه رو اینجوری گرفت اصلا نخون که، اینجوری پرتش کرد، هم بی احترامی به من شد هم به آقای خامنه‌ای، پرتش کرد اونجا. چرا؟ چه میدونم، خیلی ادعا داشت اون موقع، خیلی ادعا داشت و زندان بوده و مثلا کسی مثلا حالا شدم شده فرمانده سپاه. و اومدم پیش آقای خامنه‌ای مجددن، گفتم داستان اینجوری شد. گفت نه آقای خامنه‌ای خیلی بود. گفت من نماینده امامم سپاه، یعنی بالاتر از فرمانده سپاه هستم.
فرمانده کل قوا امام خمینیه، من نماینده اونم. این حرف من گفتم والا این واقعیت این بود، اینجوری شد. پیرو به این نه، حالا یه روز بعد، دو سه روز، سه روز محسن رضایی گفت بیا، اصلا من حکم میزنم دیگه، حالا کی میتونه حالا تا به اون موقع من خلافه، یعنی من نباید حکم بزنم، به حکم من فهمیدم. آره، من برای تشکیل نوار سپاه نوار مرزی شما میفرستم اونجا. آم رفتیم اونجا، همون نیرو، همون طرزی که داشتم من، یک سپاه سپاه نوار مرزی خوزستان. آقای کنگرو، یه جا نگه دارید همین بحث رو. ما تو این گفتگوهامون با چند نفر از فرماندهان ارتش صحبت کردیم، حداقل با چهار نفر از کسانی که الان رده سرتیپ به بالا هستن، و اینا همشون مدعی هستن که برخلاف نظر شما ارتش چه نیروی هوایی، چه نیروی دریایی و چه نیروی زمینی تحرکات ارتش عراق رو پیش بینی کرده بود و هشدار داده بود که عراق حمله میکنه. کی پیش بینی کرده بود؟ کی؟ تاریخش مهمه. کی پیش بینی کرده بود؟ سال 58. نه، کی 58؟ نه مهمه. کی؟ خب متوجه شدم. اینجوری. بعد ما هم گفتیم حالا که قرار شد که عراق بیاد اینجا بمب بذاره، ما اینجوری که نیستیم که، ما هم بمب میذاریم. گفتم که تو یه جایی من شروع کردم به سخنرانی کردن، حس میکردم که اینجا جاسوس توشون هست، تو این آدم جمعیت، حالا یکی دو ستایی هست، به هیچی نمیشه. گفتم که صدام بدونه که یه دونه بمب که بذاره 50 تا میذارم. گفتم کجا و کجا و کجا و این حرف رو حساب کنیم، مثلا 500 تا بمب طلبکاره. خب و من پیام برسه به عراق. آره، و من همین کار کردم. شما فرماندهی سپاه در جریان بود یا تصمیم خودتون بود؟ نه، در جریان بودن. یعنی آقای منصوری میدونستش؟ منصوری که نه دیگه، اون موقع من از محسن رضایی دیگه چیز میکرد. اما آقای محسن رضایی میدونست که ما داریم تو عراق بمب میذاریم؟ آره، محسن رضایی اینو میدونست. چند تا بمب گذاشتیم؟ 1000 تا شد؟ 2000 تا شد؟ من 1000 تا بمب، نه 999 تا، نه 1001. چطور دقیق 1000 تا بمب؟ آره 1000 تا، به دلیل اینکه ما از این چدناشو از پارک شرق خریدم، فاکتورش هم موجود بود اون موقع، خریدم توی چیز، توی کامیون ریختیم، گفتم 1000 تا، نوشتم 1000 تا بخرن، 1000 تا 1 کیلو و 200 گرمی و 800 گرمی. آره. الان کجاها منفجر شد؟ اینا بیشتر من اونجا به افرادی که میدادم، هم میدادم هم یادشون میدادم که همه کاری بکنن، شرعاً بهشون گفتم که اینا چون آدم متشرعی بودن که اینا رو تو بازار نگذارن، تو مردم بفروشن، فقط دفاتر حزب بحث، اونا که مردم رو شکنجه میدن همه تو حزب بحث. طبیعتاً استانهای شیعه دیگه، چون جاهای دیگه راه نداشتن. بله؟ طبیعتاً تو استانهای شیعه. نه، همه استانها میرفتن، یعنی حتی مثلا تا تکریتون ها میرفتن. آره. تا استان بابل هم میرفتن، نیرو داشتن. همین مجاهدین فعلی عراق که مسئولین عراق هستن، اینا دایره نفوذشون بیشتر تو مناطق شیعه بود. بله، نفوذی بیشتری داشتن در مناطق شیعه نشین. ولی در مثلا مثل بغداد هم بود دیگه، کاظمین هم بود. پس صدام بی خودم متهمشون نمی‌کرد که اینا در واقع عامل ایران هستن. بودن دیگه، عامل ایران بودن دیگه، بمب هم می‌ذاشتن. بله. اون اگر که ببینید، اون اگر که نمی‌ببینید آتش رو، اون شروع کرد ما ادامه دادیم. آتش با آتش خاموش میشه. اما نکرد آقای کنگرلو، آتش خاموش نکرد. چرا؟ خب عراق به ایران حمله کرد. صدام یه کسی بود که حرف میزد غیر ممکنه، که همه روش حساب میکردن، همه عربا روش حساب میکردن. صدام اومد با قدرت تمام، اومد خودش این تنابه توپ به سمت ایران رو کشید، با توپ
ایران میزد با توپ. بله با ملک حسین اومده بودن اون رو کشید. خب ببین یه همچی آدمی رو ما چه کارش کردیم؟ یه خورده بیاییم جلوتر. شما کی تشریف بردید نخست وزیری؟ من سال 61. سال 61 تشریف بردید اونجا و در واقع با آقای تهرانی همکار شدین؟ نه تهرانی نبود. تهرانی رقیب ما بود. میدونم مجموعه معاونت اطلاعات ببخش معاونت اطلاعات نخست وزیری ایشون معاون امنیتی نخست وزیر بود. بله من مشاور اطلاعات و امنیت نخست وزیر. آقای حجاریان چه کاره بود؟ معاون آقای تهرانی بود. حجاریان با تهرانی بود. حالا دقیق سمت این معاونش دفتر ایشون موازی کاری نبودش؟ یه معاونت اطلاعات عملیات داشت، یه معاونت اطلاعات داشته باشیم، یه مشاور امنیتی داشته باشیم. ببین اونا کارشون جدا بود، من کارم جدا بود. به دلایل حالا اون مهندس خودش من داشتم، من معرفی کرده بودن به اصطلاح همین سید مهدی هاشمی که اعدام شد، بشم یکی از اعضای شورای فرماندهی سپاه در واحد نهضت ها که اون موقع اون فرماندهش بود. آره بعد اون موقع سید مهدی هاشمی حرف اول میزد تو سپاه، همین محسن رضایی رو هم ایشون برد پیش امام، همه این آقایون سید مهدی رو میشناختن، خیلی همش احترام میذاشتن. برد پیش امام چه کار کرد؟ معرفیش کرد؟ معرفیش کرد. حالا اون که نمیگه اینا رو، که اون یه چیزی دیگه میگه و دروغ میگه. اتفاقا بنده دفتر امام بودم، من سید مهدی رو دیدم همونجا، گفت من محسن رضایی هم بود، گفت من اومدم محسن رضایی رو به امام معرفی کردم اینجا. درست. فرمودید که شما رو آقای سید مهدی هاشمی معرفی کرد. من اومدم بله. برای این واحد نهضت. من اومدم پیش مهندس میرحسین موسوی که ازش مشورت بگیرم. ایشون گفت بیا همینجا پیش من. من یه نفر بنشیم لازم دارم که مشاوره امنیتی و اطلاعاتی من بشه. گفتم که من رسای من بیام فکر میکنین کی مخالفت میکنه؟ با محسن رضایی. گوش محسن رضایی، ما تو سپاه به عنوان بچه های فجر معروف بودیم. بچه های فجر از داود کریمی بگیر رو خیلی دنیایی شهید داود کریمی. بله. که فرمانده سپاه تهران بود. بله. بعد نیروهای ما خیلی قدر بودن، واقعا قدر بودن، یعنی اصلا محسن رضایی واقعا به انگشتی یه انگشتشون نمیرسید از جهت فرماندهی. طیف پادگان ولی عصری ها بودن درسته؟ این دوستان شما پادگان چیز بودیم ما؟ اداره گذرنامه هست اینجا؟ آها بله. ما اینجا دستمون بود با آقای شهید محمد منتظری. شهید محمد منتظری. بله. اینجا بودیم و همه امکانات هم دست ما بود دیگه. همه بچه های فجر اینجا بودن، آموزش میدیم، خیلی از همه ما چیزتر بودیم. به همین دلیل از طرف شهید بهشتی من و محمد منتظری، شهید محمد منتظری معرفی شدیم برای تشکیل دهنده سپاه. سپاه انقلاب اسلامی رو ما تشکیل دادیم در واقع. اونا دیگه هیچ او حکم نداشتن. بله. بله. فرمودید که آقای مهندس موسوی گفتن که آقای رضایی مخالف هستن. چرا با فجری ها مشکل داشتن؟ آره این ایشون اینجوری بود دیگه. ببین ماها رو رقیب خودشون میدونستن. و یک شخصیت مثل داج داوود کریمی، اصلا حاج داوود اصلا قابل مقایسه با همسنان نبودن. همینطور. شما از حجاریان بپرس که حاج داوود کریمی کیه؟ بچه محلش هم بود دیگه. آره. مخبت میگه. تو این عملیات های منافقین حاج داوود نوید
نبود که کار تمام بود. نمیتونست کسی جنگ کنه. حاج داوود که اومد تونست خودش. اولا کشتیگیر بود، بدنش یعنی تسمه بود. قوی بود. قهرمان استان تهران بود. بعد روی قرآن و نهج البلاغه خیلی کار کرده بود. یعنی سوادش داشت که چهار تا آیه بخونه تفسیر بکنه. من یه بار شنیدم از آقای حجاریان میگفت ما اومدیم اینو یارگیری کنیم، دیدیم اون داره ما رو یارگیری میکنه. قبل از انقلاب دیدیم اون داره ما رو عضوگیری میکنه. پراشکار بود، طیف کارگری و آدم خلاق. خوشگلی یه هم شده. بعد ایشون خیلی زود با بنی صدر بهت مشکل خورد. آره دیگه، ایشون سریع تحلیل میکرد. خلاصه همه کاراش هم با من بود یعنی در واقع. بعد در یه جایی حرفش توجه نکردن و خوردن. بهش بدم اونجا بود. امام رو من خصلتش میدونم. چون که چند سال ما میدونستیم که باور کن میدونستیم که این دفعه امام بخواد اعلامی بده راجع به این موضوع حرف بزنه. شرط بندی میکنه با این بچه های چاپ میکردن. بودم راجع به این موضوع می اومد بچه میخنده. ما یعنی انقدر دیگه به قول گفتنی زوب شده بودیم تو این حرفا که الان این اتفاق افتاده. امام رو این که فهمید حاج داوود یه جاش شد سر قضایی منتظریه. ما تو سپاه امام خمینی یه حالتی داره اصلا نمیخواد کسی از خودش انقلابی تر و این حرفا باشه. اخلاقش اینجوریه. خب یعنی این پوسکنده و سری بدون تعارف دارم تحلیل میکنم که اون موقع ما اینجوری هم بودیم. تعصب آنچنانی نداشت میگه هرچند که ما خیلی متعصب بودیم. گفتم که بالاخره محسن رضایی از طرف آقای خمینی انتخاب شده حکم داره. اگر باش مخالفت بکنی امام خمینی اینا میرن میشه آقای خمینی. امام خمینی دور بعد رو باید همین انتخاب بکنه. این یه نامه مینویسه آره مثلا اینجوری علیه شماها. امام محسن رضایی رو ول نمیکنه شما رو بچسبید مگر اینکه شما آماده هم مرتب بیاید پیش چیز از احمد آقا. بعدم من میدونستم همون قبل از این قبل از انقلاب میدونستم که بیت امام با بیت آقای منتظری اختلاف داره. قبل از انقلاب میدونستم. میدونستم آسد هادی با آسد احمد مشکل دارن. چون که آسد هادی یا آدم های اصولی معتقد با تقوا از اون ور سید احمد خمینی یه آدم فوتبالیست رفیق باز ریشی هم به تمی تارشید اصلا کاری با آخوند نداشت اصلا قیافهش با آخوند نمیخورد هیچ باورش هم نمیشد که یه زمان اینجوری بشه تا دیدن در مامخانه پیروز میشه بل که رفت نجف و اومد همه انقلاب در سوم بود. خلاصه بدون تعارف دارم میگم. دیدگاهی که محمد منتظری داشت دیدگاهی بود که ما آرزو داشتیم. اما ذوب در قذافی بود؟ نه ذوب در قذافی نبود. چرا بود دیگه؟ نه حالا امکان داره با اون بود ولی ایشون میگفتش که با جلالدین فارسی هم همینجوری بود. اونا همطور بود؟ آره. بعد میگفتن که این چای نفت اینا امتی فکر میکردن نه ملتی. قبول. اما از یه طرف مثلا در مقابل کسی مثل دولت امام موسی صدر کینه شدید، در مقابل چمران کینه شدید. دقیقاً. ببینید اینا خب من خیلی توی مایه ها رفتم در آوردم همه را. اینا نیروهایی بودن که اصلا انقلاب رو به سمت امت اسلام هدایت میکردن.
بله. معتقد بودن امت اسلامیه، ما باید امت اسلامی، نباید به عنوان ایران باشه. ما مثلا میگفت یه نفر از مراکش، این قبل از انقلاب بودیم، یه نفر از مراکش اومده بود هم تهران، بعد اینا همه بودن منزل آقای وحید دستگردی، یه خونه تازه ساز بود، من هم دستن در کاری کاراشو میدم و همه اکثرا کار دست من بود، اینا کاری نمیدید، اینا فقط تکرار مطرح میکردن. بعد یه نفر از مراکش اومده بود، خیلی آدم خوشفکری بود، شیخ اومد بگو از من اصلا قدرت داشتم، اینو معرفی میکردم برای نخست وزیری ایران. مشهری ببین میگفت آنکه از مراکش اومده، آها، این اومده بود جلسات بودش، با خودمونو برده میشتم مرز رو رد کرد میشتم. و خود جلال الدین فارسی میگفتش که نفت مال همه مسلمان هست، نفت ایران مال همه کشور مسلمان، همه کشور مسلمان. نه ایناشو ببینید میفهمم، اما مثلا آقای منتظری چیزی استراتژیکه، یعنی یک نیروی انقلابی و مبارز امتی فکر کردن با یک کسی که ملتی فکر بکنه خیلی تفاوتش. حالا ببین من در تو امتی ملتی بحث نمیکنم، گرچه آقای چمران هم ملتی خیلی فکر نمیکرده، تو لبنان میرفته میجنگیده، جاهای دیگه بوده، اما به لحاظ روشی آقای منتظری میخواسته که هواپیمای آقای جلود بشینه در ایران، هواپیما رو آقای طباطبایی در واقع همون فامیل امام صادق اجازه نمیده به عنوان معاون سیاسی در واقع بیاد، دفعه بعدی میره فرودگاه مهرآباد رو میگیره، هواپیما رو میشونه تو زمین، توی هواپیمای آقای جلود رو میشونه روی زمین. این که آدم بره توی رفتاری بره فرودگاه بگیره. ما انقلاب ما دو جا ضربه خورد، یکی اختلاف زندان، نیروهای زندان در اوین، یکی هم نیروهایی که در لبنان بودن. ببین آقای جلال الدین فارسی اومد با یه چهره نویسنده انقلاب تکاملیه، اون کتاب اصلا یکی از اصولای انقلاب هست، کتاب اصل انقلابه، بله، خب که اصلا قابل مقایسه نیست کتابش با حکومت اسلامی ولایت فقیه. این ایشون همین مهمتره، ها؟ به لحاظ انقلابی مهمتره. آره ایول، بعد ایشون تعریف میکرد، خیلی هم بودن، یه جمع خصوصی هم بود، میگفت ما لبنان بودیم، اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، معلم بود دیگه، رفیق رجایی و اینا بودن، خالی دارم رفت، رفتیم لبنان. موقع یه روز ما نشسته بودیم، دیدیم همینجوری از فرودگاه اومدن یه آقایی با یه خانومی با دو تا بچه. اونی که خود شمران اون دعوت کرده بود که؟ چمران میگه چیز دعوت نکرده بود، چمران میگه جلال الدین فارسی دعوت نکرده بود. نه اینگونه میگفتیم اونشه، من از خودش شنیدم. خب خودشان زنده است، خودش شنیدم، گفتش که ایشون اومده بود لبنان، یه درس اونجا خونده بود آمریکا، دیگه نمیخواست اونجا بمونه، اومده بود اینجا یه بررسی بکنه، میشه اینجا همینجا بمونه تو لبنان. خب خیلی بودن لبنان موقع دوست داشتن، همه چیز خوب بود دیگه. بعد اومد حتی یه درسی که خونده بود که استاد دانشگاه شده بود اونم تو فیزیک پلاسما، ضمن اینکه وقتی هم که اومد به لبنان، یعنی کنز اومد لبنان، یعنی به عنوان یک شخص انقلابی تو لبنان، توی آمریکا که بودش جزو ستونهای انجمن اسلامی هم بود. آقای چمران رو هم برادرش میشناسم، هم مادرش میشناسم، هم بچه هم کوچه سرپولک بود. من مادرش دیدم. حالا اینکه چیز نمیشه، عیب طرف نمیشه که. نه عیب نداره، اصلا نمیدونستم اینا این مادر چمرانه. خب گوشتری؟ حالا داستانی دارم نمیخوام بگم. خب بگین اگه میخوای بگین. نه ربطی به چیز خب. شخصیتی این موضوع، بله درس خونده بود اینا، بله چون بنیانگذاره انجمن اسلامی دانشگاه تهران بود، در انجمن اسلامی آمریکا بود. انجمن اسلامی ببین من هیچ چیزی نداره، من اون چیزی که من شنیدم میگم، من شنیدم که ایشون آمریکا درس خونده و مذهبی هم نبوده. حالا جلال میگفت ایشون با زنش اومد، زنش میگفت واسه این رکابی داشت،
یه شلوار لی قد بلند دراز با یه شلوار لی با موهای فلان اومد بودی گفتن این زن شی با چم را میگفت یه مدتی بود اونجا خالصه نه؟ بعد تا زنش رفت با دوتا بچهش گفت من اینکه نیومینم رفت اینم هم همونجا ازدواج کرد همونجا موند ببین این یعنی مثلا بنیانگذار عمل نبوده بنیانگذار چیز اون تشکیلات نظامی عمل چی بودش حالا اون تشکیلات نظامی عمل نبوده جنبش عمل چمرا من نم. ببین حالا من تو از قول جلال الدین فارسی میگی حالا گوش بده این جلال الدین فارسی اینجوری میگفت حالا من توی اتاق جنگ اهواز و آبادان و اینا که بودن من یه شب دیدم که این چمران حالا بالاخره این چمرانی که میگم گروه چمران چیدی که نه فلانه اصلا همه تا اصلا اینجوری نبود بنده اگر یک بار مثلا بگی بچه های کنگرلو چنان تو دهنشون از داره نه که فیزیکی بچه کنگرلو ما یه ارتش داریم یه سپاه داریم بچه کدومه ما جمهوری اسلامی نه پرچم گروه خلخالی گروه فدایان اسلام گروه نمیدونم ابو شریف گروه بابا ابو نم فلان حرفا گروه ابو حنیف نم فلان حرفا چیه؟ گروه چمران من نذاشتم اونجا من اونجا بودم یکی از کارمان همین بود بعد این نگفتش که آقا راست میگه چرا میگه گروه چمران خب حالا برگردیم چون اتاق جنگ فهمیدید که اینا اهل جنگ نبودن آره نه بعد نه اهل جنگ یعنی که جنگو نمیفهمیدن نمیفهمیدن دیگه نه این منم نمیفهمیدم اما انگونترش هم نمیفهمید بعد اینا میومدن من پشت سر اینا بودم که اینا چی میگن منم که نمیشناختم خب نمیدونستم من یه آدم هم دیره الاف من دیدم که اینا چیزی نمیدونم با واقعا نمیدونستم اینا به خاطر معرفی به خاطر مثلا یه آیت الله معرفی این بود یه آیت الله معرفی اون همه رحیم صاحبی بچه صف بله ایشون خلبان هلیکوپتر بود یعنی تو ارتش بود ارتشی بود جایم نمیخواد بگه خب به همین دلیلم که یه بم تو یه هلیکوپتر تو هوا نیروز اسلام منفجر کرد خب آدم شجاعی هم هست اون داداشش هم که بیشتر با ما کار میکرد چی اسمش؟ کومد؟ لازم آدم رو خب بعد اینو چیزی نمیدونستن کسی که هیچ چیه راجبه فقط اینا اسلحه رو ما نمیدونستیم شناسایی کنیم اسلحه گلنگدن کجا ما کلت بلد دیدیم فوقش مردم هم همینجور، همه هم همینجور سپاهی بود، جز یسه چیز دیگه ندیده بود که آرویجی، دنفرهای، اینا نمیدونستن اینا فقط میدونستن اینکه نقشه کشی جنگی و طرح جنگ چریکی که نمیدونم چی کشتون، این حرفا نبود که اصلا جنگ چریکی اونجا اصلا جواب نمیداد چریکی کدومه، جنگ چریکی کدومه اینا نیست همچین چیزی بیا خود برگردیم از این ماجرا ما همش نگران وقت هستم عرشبت حضور شما که شما شدین مشاور امنیتی آقای مهندس موسوی و از اون طرف همون تشکیلات موازی هم بود که آقای تهرانی بودند و آقای حجاریان بودند آقای آشنای ما رو آقای حسام الدین آشنان همونجا شما در واقع دعوت کردین به کار حسام الدین آشنا ایشون توسط همون حسین چیز چون ایشون قبلش که دادستانی بود یعنی با شهید لاجوردی بود من معرفیش کردم همون نیروی که روزم ایران ما فرستادیم جاسوسی بکنه حسین خداوردی حسین خداوردی هم مدود توی بسیار چیز تو آموزش پرورش این به اصطلاح جزء یکی از این شاگردای
حسین خداوردی بود، تو مدرسه مدرس. آره آفرین، اونجا بود. بعد حسین جز تشکیلات ما بود، نیروها رو چند نیروی خوب به درد بخور که دوست دارن و به درد بخورن معرفی کرد. یکیش همین آشنا بود که ایشون ما تو هم ساختمون فجر و فعالیت و این ور اون ور دیگه معرفیش کردیم دادستانی و نیروی شهید لاجوردی بود. و بعدش هم دیگه تون خصف زیرم که شما رفتین دوباره خواستینش و در واقع کار کردین. یه ذره بریم جلوتر از این ماجرات. آقای رضایی چگونه مخالفت کردش با حضور بچه های فجر تو نخست وزیری و جاهای دیگه؟ آقای خلاصه بگیم لطفا که برسیم. ببینید محسن رضایی فرمانده سپاه شده بود. آره دیگه. خب جنگ هم بود، پرمزی باشده بود. بچه های فجر که مرتضی کربلای جعفر، سعید صمد گوهریان، اینا دو تا آدم هستن که بی هیچ وجه حاشیه ندارن، برعکس مثلا احمد شجاعی و اکبر خوشکوک و نمیدونم اینا داود کریمی و اینا بچه هایی که بودن تیم. نه همه شما گزینش کرده بودین؟ اینا بچه فجر هم دیگه بیشتر دیگه. آقای خوشکوش هم بچه فجر بوده؟ کی؟ آقای خوشکوش که الان گفتین؟ آره اینا همه بچه فجر بوده. آره اینا همه بچه های داود کریمی بودن، توسط داود کریمی اومده بودن. جالبه بچه های نازی آباد بودن. بعد اینا آدم های یعنی کسی از اینا گردن کلوفتر تو سپاه نبود، کسی. اون موقع یارو هیکل اینا رو میدید میترسید. سیویل گذاشتم تا اینجا کله تراشیده، این هم بچه حزب الله بودن برای عملیات، یعنی یه مشتم میزدن به این اون میمرد یارو. خب متوجه شدم. بعد چطور شد؟ محسن رضایی با اینا، یعنی اینا رو میخواست از سپاه خارج کنه، بهش کرد. همین صمد گوهریان از سپاه خارج کرد، هم مرتضی رو خارج کرد، هم داود کریمی و امثال اینا رو. بعد مرتضی اومد پارچین. آره صنایع دفاع. آره مثلا تو جبهه میگفتن اینا جز مجاهدینی ها، یعنی صمد میگفتن مجاهدینی ها. بعد اینا گریهشون میگرفت، در حد خیلی بالا بودن. گفتم که تو وزارت دفاع چه کار کارهایی که کرد باید وقت بذاری. باشه عرض شود که یک کمی بریم جلوتر، دوباره برمیگردیم. توی در واقع یک مقطع مهمی از در واقع تحولات، ایران مشکل خرید سلاح پیدا میکنه. سلاح رو کی میخرید تو ایران؟ یعنی قاعدتاً قبل از انقلاب کار معاونت وزارت دفاع بود، کار آقای طوفانیان بود. بعد از انقلاب ما سلاح کم داشتیم، کجا خرید میکرد؟ وزارت دفاع خرید میکرد، سپاه خرید میکرد، نخست وزیری خرید میکرد؟ بله سلاح ببینید، یه سلاح های عمومیه که جی اس ای که خودم تولید بکنیم و یه چیزی کوچیک دستی. نه منظور من موشک و اینجور چیز هست. بله قطعات تانک و قطعات اف 14 و فانتوم و اینا رو هیچ جای دنیا و هیچ کسی قدرت خرید این را نداشته و نداره. خب ما چیکار میکردیم؟ با توجه به اینکه عراق داشت میومد جلو، 13-14 تا شهر رو 14 تا شهر گرفته بود، ما گرفته بود. 2000 تا تانک T-72 داشت. بله T-72 اصلا چیز عجیب غریبی، هیچی بهش اثر نمیکنه جز تاف. بعد اینا اومده بودن جلو، فقط تاف بود و ما هیچی نداشتیم. ما دیدیم تنها راهش اینه که به اصطلاح ما بریم تاو و تهیه بکنیم. چرا شما که مشاور امنیتی نخست وزیر بودین، چرا وزارت دفاع نه؟ حالا عرض میکنم. چرا وزارت سپاه نه؟ آره حالا عرض میکنم. ببینید چون که ما عوامل ما، ببین
عوامل ما عوامل های خیلی قوی و گردن کلفتی بودن. منظورتون از عوامل کیه؟ جاسوس. حالا یه وقت بونی شما که آخر واحد جاسوسی نداشتین، معاونت آقای حجر اینها داشتن؟ نه، اونا اگه داشتن در حد کافی نبوده. خب اینا رو متوجه میشم، اینا کار جمع آوری اطلاعات شما بود. این چه دخلی داره به خرید تجهیزات نظامی؟ حالا گوش بده، حالا خرید تشکیلات نظامی ما کارمون خرید نبود، ما خرید نمی کردیم که. ما عواملی که گردن بردی که داشتیم، خب اون عوامل خیلی امکانات بود برای ما، ضمن اینی که اونو دو سرم می دونستیم. مثلا مثل آقای قربانی فر مثلا. خب بعد اینا می اومدن مثلا راه های رو می گفتن، یا ما چیزایی پیشنهاد میکردیم. بالاخره به قول یارو میگفت منبعداری هم مثل دامادداریه، خیلی وقت یهو میبینی همه چی به هم بخوره. اونا مثلا دنبال ببین ما فرصت طلبی میکردیم در دنیا. یکی از حربه های جنگی و مبارزاتی هر کشوری چیه؟ سیاست، یا قدیما میگفتن هیله یا خدعه، ایناست. و ما دیدیم که هیچ راهی نداره. گفتم خیلی خوب، الان براشون آمریکایی‌ها مهم بود، 5-6 ماه دیگه می‌خواستن انتخابات انجام بدن. 2% کم دارن، با این 2% میتونن یه حرکتی بکنن برنده بشن. از فرصت استفاده میکرد. آره، ما هم میگفتیم خیلی خوب. مشابه کاری بود که در واقع من نمیدونم به چه دلیلی، اما ما با آقای کارتر کردیم دیگه. یعنی گروگانه رو دیر آزاد کردیم تا کارتر در واقع تو انتخابات شکست بخوره. حالا بعد ریگان برنده بشه. بله. حالا بعد ما اومدیم گفتیم خیلی خوب، ما نفوذ داریم. ما اصلا نمیشستیم لبنانی ها رو اونم کیو، ما نفوذ داریم که اونا شیعه هن، ما هم شیعه ایم، فلانی حرفا، مرجع تقلید و این چرفایی که بی خودی، اونا هم میدونیم، ما هم میدونیم. بعد ما سفارش میکنیم، انسان دوستیم، الیم بلیم، ما هم سفارش میکنیم. اصلا هم اونا میدونستن، هم ما میدونستیم که در واقع اونا بازوی ایران بودن دیگه. خب من دارم میگم هم اونا میدونستن هم ما میدونستیم، ولی خب ما نمیتونیم بگیم که. حالا سوال اینه، قبل از این ماجرا در واقع در لبنان یک سری تحولاتی اتفاق میفته. قبل از اینی که در واقع فرانسوی ها بخواین که گروگان هاشون آزاد بشه، که در واقع با آزاد شدن گروگان های فرانسوی، من در واقع فرانسوی ها سوال زیاد دارم، قبل از اینکه گروگان های فرانسوی آزاد بشن، در واقع ما با شیراک میای معامله میکنیم و شیراک تو انتخابات برنده میشه و حالا صحبت های تو این ماجرا داشته، یا آمریکایی ها باهاشون معامله میکنیم که بیان به ما امتیازاتی بدن. اصلا روزی که آقای عماد مغنیه رفت و گروگان گرفت، هواپیمای تی دبلیو ای و توش گروگان گرفت، یا اون سرهنگ رئیس ایستگاه CIA در واقع در لبنان روبوده شد، با چه هدفی روبوده شد؟ با همین هدف روبوده شد که ما بعداً از اونها امتیاز بگیریم، باج بگیریم از آمریکایی ها، یا اول گرفتیم بعداً گفتیم حالا کاریش میکنیم؟ اولش که گروگان گرفتیم که فکر نمیکردیم آمریکایی ها بیان امتیاز بدن، حدس میزدیم؟ نه. خب پس برای چی گروگان گرفتیم؟ برای اینکه به دردون بخوره، برای اینکه دشمنه، در حال جنگ با ماست. و اینم به شما بگم درسته، فرانسه اونم... چه دشمنی با ما داشت؟ خب عراق اسلحه میداد. ببین درسته که ببین حقیقت موضوعش اینه، اونها یک گروهی هستن، اونها مثل یک ایالت ما هستن، مثل یک استان ما هستن. در توش حزب الله صحبت میکنه. آره. بعد اونها در یه موقعیتی هستن که میتونن مثلا گروگان بگیرن. خب ولی ما نمیتونیم بگیریم. اونا گروگان میگیرن، خواسته دارن اونا. خواسته شون مثلا آزادیه چیه؟ یکی اونا که خواسته نداشتن، خواسته شون خواسته ایران بود. نه، اونا خواسته داشتن دیگه، مثلا زندانی داشتن تو اسرائیل.
خب اما تو ماجرای ارشبت که آزادی فرانسوی های آزادی آمریکایی ها که زندانی در اسرائیل آزاد نشد که نه کلی رو دارم میگم من، یعنی در واقع جمهوری اسلامی معامله کرد. نه اونجوری نبود که دقیقاً مثلا دقیقاً میگه آقا شما برو آمریکایی ها رو بگیر که ما بریم این کارو بکنیم. خب بس پرش چی میگرفتن؟ میگرفتن تا بعدن چی پیش بیاد؟ ببین اونا فقط عامل ما نیستن، خودشون هم یه چیزی دارن. آخه اونا هم یه تشکیلاتی دارن، یه اهدافی دارن، از ما استفاده میکنن. نه اونا تو شورای قرارشون که همیشه سفیر ایران یکی از 4-5 نفر بوده دیگه تو تشکیلات حزب الله، یعنی همیشه ما یکی از 4-5 نفر اعضای کادر رهبری بودیم. همیشه هم عرشبت که دبیر کل ما تعیین کردیم. شیخ عرشبت که اون دبیر کل اولشون کی بود؟ اون رو هم ما برش داشتیم، سید عباس موسوی رو گذاشتیم و بعد از دبیر کلی سید عباس هم ما سید حسن رو گذاشتیم. رابطه شون با ایران رابطه استقلال نبود، یا اینجوری که آقای هاشمی میگفتش ما یک دوستی های انسان دوستانه ای داریم با هم دیگه. خودمون تشکیلشون داده بودیم، آرمشون آرم سپاه بود، هست هنوزم، خودمون بهشون اسلحه میدادیم. حتی دیگه چیز پنهان نیست. نه حالا میخوای شما تازگی هم آقای نصرالله میگه که آقا ما پولمون از ایران میاد، امکاناتمون از ایران میاد. حالا شما میخوای بگی اصلا اونا به خاطر این باجگیری یا مثلا به خاطر هر چی من سوالمه ایران داشته و میدیم. من جوابم اینه که اونها هم یه خواسته هایی داشتن گروگان گرفتن. من اسمش کردم از شیخ صافی توفیلی رو ما گذاشتیم، خودمونم برش داشتیم. ببین شما الان یه گروهی هست به نام مجاهدین انقلاب. خب هر چی که این مجاهدین انقلاب روحانی کمکش کردن رأی آورده، الان دارن کمکش میکنن. درسته؟ متوجه شدم، همون اولی منظورم بود دیگه. اشهدای کنگرلو، یک شنبه 21 شهریور ماه 1366 آقای هاشمی در خاطراتشون نوشتن که شب آقای محسن کنگرلو آمد و گزارش مذاکره با فرانسویان را داد. به توافقهایی رسیدن ولی هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. به نظر میرسد فرانسوی ها برای گرفتن امتیازات پرچانگی میکنند. شب از نخست وزیر مطالب مذاکره با دبیر کلا پرسیدم و مباحثی از این دست. سوال من اینه، فرانسوی ها برای گرفتن امتیازات رو من متوجه نشدم. فرانسوی ها میگه غیر از گروگان ها چیز دیگه هم از ما میخواستن، چون امتیاز دیگه نباید میگرفتن، ما باید امتیاز میگرفتیم، اونا گروگان هاشون رو میخواستن. آره همینجوری گفته دیگه، امتیاز میخواستن، داشتن خود چونه میزدن، میگه پرشانگی میکنن، امتیاز میخواستن. آخه ما در چی گفتیم که آقا اگه ما خیلی ما مشکل شما حل کنیم، چون ما گفتیم این انیس نقاش رو با تیمش باید آزاد بشن بیا، که در واقع ترور آقای بختیار کرده بود. بله. بعد پول طلب کاریم 800. آها این خب اینا که امتیازات ماست، اونا چه امتیازی میخواستن؟ اینا پولا رو ما بدی بعد سفارت به سفارت حل بشه، پولا اونم میخواییم و باید از همونم تشکر کنیم. بعد اینا هم میگفتن که مثلا دست ما نیست، قوه قضاییه مستقل، از این حرفا که همه میزنه فلان این حرفا دست ما نیست و اینجوری و اینجوری و این حرفا. درسته. چند روز قبلش سوم شهریور 66 باز شما نوشتن که آقای عصر آقای محسن کنگرلو آمد، گزارش مذاکره با نمایندگان فرانسه به نام استیفانی را داد. او با منیشهر قربانیفر به ترکیه آمده بود، روی مطالبی توافق داشتند که مطالب زیادی هست. حل مسئله سفارتخانه ها، کمک برای آزاد شدن گروگان های فرانسوی، پرداخت طلب ما، اخراج منافقین از فرانسه، دادن اسلحه به ما، محدود کردن فروش اسلحه به عراق و عادی شدن روابط. خیلی امتیازه، یعنی فرانسه به عنوان شریک نظامی و تجاری عراق حاضر شده که به عراق اسلحه کمتر بفروشه، به ما اسلحه بفروشه، طلبامونو بده، منافقین که در واقع شریک نظامی اسرائیل، شریک نظامی عراق و صدام هستند رو اخراج بکنه. چرا این همه امتیازات دست رفت؟ چرا نگرفتیم این همه امتیازو؟
چون فرانسوی که دقیقا اخراج شد، ما که اسلحه بهمون ندادن، اسلحه به عراق هم که محدود نشد، عادی شدن روابط حالا نمیدونم اتفاق افتاد یا نه، منافقین هم که اخراج نشدن، طلبمون دادن؟ طلبمون دادن؟ آخه هیچ کنون از این اتفاق نیفتاد. آقای هاشمی نوشته، خب ولی من مسئول بودم دیگه. من تا اونجایی که یادم میاد و هست و همه اسناد مدارکش هست، اینها درخواست ما بوده و اسلحه به ما نفروختن. بله؟ اسلحه به ما نفروختن. اسلحه به ما نفروختن و اسلحه عراق رو هم محدود نکردن. جالبه که این مال 3 شهریور هست، اونم که 21 شهریور، 1 مهر ماه 1366 شما فرمودید که، یعنی آقای هاشمی نوشتن در خاطراتشون، آقای محسن کنگرلو مشاور نخست وزیر اطلاع داد که فرانسوی حاضر شدن تعداد 1200 موشک مالیوتکا در برنامه مبادله بگنجانن. موشک مالیوتکا میگه روسی نیست. مالیوتکا؟ آره، مالیوتکای 3. مالیوتکا همون تاوه دیگه، منتها مدل روسیش. من اول نمیدونم، الان حضور ذهن ندارم که برم. آقای هاشمی گفته که 1200 موشک مالیوتکا. برای من سوال اینه که فرانسوی ها موشک مالیوتکای روسی از کجا داشتن که به ما بدن؟ اصلا میریم مالیوتکا روسیه یا فرانسویه؟ روسیه. 100%؟ بله. اشتباه نوشته دیگه. مالیوتکا همون تاوه، منتها مدل روسیش. احتمالاً اشتباه نوشتن، یا اسم موشک رو اشتباه نوشتن یا فرانسوی ها رو در واقع جا به جا کردن. خب عرشبت حضورشون، من فکر کنم اون موقع اینا میخواستن که مثلا موشکی چیزی به ما بدن و اون موشکاشون به درد ما نمیخورد. ما تاب میخواستیم که T-72 رو بزنه. درسته. هر شبت خب البته مالیوتکا هم T-72 رو میزد، منتها ما نداشتیم مالیوتکا. مطمئنی؟ بله. خب در واقع ما میرسیم به یک مقطعی که با آمریکایی ها رابطه برقرار میکنیم. قبل از اونش یکی از اشخاص ایرانی به اسم آقای قربانی فر واسطه میشه که ما دنبال این بریم که با آمریکایی ها صحبت بکنیم و اونها به ما یک سری تجهیزات میدن. اشتباه میکنم، آقای قربانی فر یکی از عوامل ماجرای کودتای نقاب در پایگاه شهید نوژه همدان نبوده؟ چرا؟ چطور تونست از ایران بره؟ ایشون میگه محکومیت نداشتش. فرار کرده. از ایران فرار کرد. و حالا چطور ما به کسی که به هر حال حکم اعدام داشت اعتماد کرده بودیم؟ چطور میتونستیم اعتماد بکنیم؟ همینجوری نبود که اعتمادش بکنیم که اون به اصطلاح کارهایی کرد که اعتماد ما رو جلب کرد. مثل؟ ایشون من آوردمش ایران قبل از هر همینا، مدتی بود شاید تپش ده روزی، ده پونزه روزی بود که هر روز صبح همین بردمش دادگاه ارتش، همین آقای یونسی رئیس دادگاه ارتش بود دیگه، رئیس هم دادسرای ارتش بود وزیر اطلاعات بعدی دوره خاتم. تحویل من گرفت ایشون، اونجا بازجویی میشد و همه چیزاش هم راست. به چه اعتمادی اومد ایران؟ یالا اون موقع سیستم ایران اونطوری بلبشو نبود که یک جایی بگه بیا یه جای دیگه بگیرتش ببرتش. نه با من نبودن، یعنی من اون موقع نهادهای موازی اینقدر اینطوری نبود. نه بودن، ولی کسی با من این کارا رو نمی‌کرد. آقای من ته کرده بودم هماهنگ کرد. گفتم شما می‌دونید که هم سپاه هم اطلاعات بدم ببینید اگر یه همچی کاری بکنم اینجا بخوایم کوچکترین مشکلی براش درست بکنید، من بدون اینکه از شما اجازه بگیرم هر کاری بکنم، من هم اقدام بکنم، من هم یک کسی اینجای گرگاه میگیرم. میشه ما مملکتون مثل لبنان چقدر باید نامردی کنیم؟ شما این آقای چیز رو رفتن بهش تعهد دادن، هم تلفنی، هم مدیر کل
اقتصادی ما بلند شد رفت آمریکا و این فاضل خدا داد بهش کتبی نامه داد بهش گفت توضیح داد این اعتماد کرد اومد بدون بیگناه بیگناه به فاضل خدا داد من رفتم جلسه گذاشته با همین آقای سیف گفت به من گفت آقای کنگل آقای سیف موقع مدیر عامل بانک صادرات آره شما دارین قصه 123 میلیارد رو میگی آره گفت بانک سرش کلا نمیری ایشون به بانک بود و بانک هم اومده اینجا همه رو داده همه رو طلبای بانک رو داد گفت همه طلباش هم بود یعنی اونم نمیداد اون مصادره میکردن دیگه بگو بعد همه رو داد صاف 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 کرد پاسوس برادر آقای رفیق دوست شد حالا خدا میدونه دیگه گفتم چرا برادر آقای رفیق دوست هم حکم ابد گرفت مطمئن باد خواهد دیدمش که زندانم نبود همون مردم دیگه مسجد نمیرن اینه به خدا داره بد میشه بعد بهش گفتم پس چرا این کشتنش این گفتش که گفتن که راست بود گفتن که دیگه آوریزی اگه نکشیمش یکی بعد میسوخت تو چطور روز قیامت پس قطعا به قیامت اعتقاد نداری قطعا آقا من الان برای چی بگم برای چی مثلا علکی بگم اینجوری اون چیزی که شنیدم اینه چرا به علکی حرف بزن چرا دروغی بگم برای چی اون چیزی که من شنیدم اینو گفت خدا میدونه دیگه چی بقیهش رو آقای کنگرلو آقای قربانی فر رو شما هیچ جا نگفتی من دارم حدس میزنم آقای احسان نراقی به شما معرفی کرد؟ نه آقای مهدوی فر معرفی کرد؟ نه دیگه نمیتونم حدس بزنم میخواید بگید کی معرفی کرد؟ لازمه برای تاریخ جالبه ایشون یه شیخی هست در فرانسه اون شیخ از روحانیونی که انقلاب بودن و مبارز بودن و مثل همه روحانیون مبارزی که در لبنان رفته بودن اونجا اینم اونجا بود و بعد انقلاب که میشه ایشون هم یکی از افرادی بوده که مطرح بوده و آخوندی بوده و به نام آقای ملکی این پسر آیت الله ملکی هم هست با جناق همه شیرازی معاون سازمان تبلیغات که تصادف کرد کشته شد آقای ملکی که چیز هستن که یه پسرش هم معاون وزیر خارجه بود که توی تولیت اون امامزاده توی تجریش رو دارن امامزاده عبدالله نه این ترکه آها اونا شمرونیه آره این ترکه و باباش هم آیت الله و چیزی باسواد و اینم مرده یه هست و اینجوری این آخونده به نام آقای ملک خب این رفته بود فرانسه از طرف وزارت بازرگانی که مرغ که میخرن حلالش کنن آره ببینید چجوری میکشن که سر ببرن درست سر ببرن و زفه اسمانش آره این اونجا ظاهرن اصلا پای سور میخوان الان مثلا دیدنش یه با یه خانمی هم فلان اصلا این هم بعدم این میدونه که الان اون موقع بره تا بخواد ثابت کنه میترسه بکشنش نمیاد آقا نمیاد که نمیاد که نمیاد از ترسش و این میشه محل ارتباط با قربانی فر اینم تو پاریس بوده دیگه بعد تو پاریس هم بالاخره یه شهر ایرانی ها همگر میشنسن اونجا آشنا میشه با همین حالا کی اینا رو معرفی میکنه من دیگه نمیدونم شما چطور با آقای ملکی اعتماد کردی؟ حالا عرض میکنم بعد ملکی دنبال این بود که مثلا خدمتی بکنه به جمهوری اسلامی که اون سابقه پاک شه آره که اون سابقه پاک شه در واقع اینجوری بود و
سابقه هم پاک میشه، یعنی پاک شده، یعنی الان هم بیاد کسی بهش کاری نداره و به اون گزارش هم که ما دادیم دیگه هست دیگه. دقیقا قربانی فرم این همه این بود، میخواست یه کاری بکنه که ماجرای کودتای واژه پاک شه. گفته بله من محکوم به اعدام، من میخوام یه کاری بکنم که آقای قربانی فر قبل از انقلاب با اسرائیلیا کار میکرد. حالا عرض میکنم بعد اینجا آقای ملکی مرتب این قربانی فر بهش توضیحاتی فلان ما این کارا رو بتونیم بکنیم اینجوری هستیم اینجوری هستم فلان فلان فلان. ملکی این رو به جلال الدین فارسی میگه تو لبنان با هم بودن. منم حزبی نبودم ولی زیاد میرفتم پیش آقای بهشتی و اینا. جلال هم منم میشناخت تو جلسات و تو اون سپاه و محمد منتظری و اینا رفیق بودیم با هم. چند دفعه هم شکار رفته بودیم با هم، میامد برام اینا رفیق بودیم دیگه. اومد به من این موضوع رو گفت، موضوع رو گفت، ما اومده ببینیم صحت داره نداره چجوریه که همونجا اومدیم به اینجا کشید. درسته. این سوالم رو تکرار میکنم، آقای قربانی فر قبل از انقلاب ظاهرا این شرکت کشتیرانی داشتن. آره شرکت سهامدارش اسرائیلیا بودن. حالا گوش بده، این آدم به این زبلی اومده چیکار کرده؟ مدیر عامل شرکت استالان شده. شرکت استالان دست کی بوده؟ دست سران اسرائیل و آمریکا، یعنی کل و گنده های رئیس جمهور اونجا و رئیس جمهور اونجا این اومدن این شرکت درست کردن. بعد طرف خیلی خودی باشه که بهش این پستو بدن. نه صرف دونستن زبان کافی نیست برای اینکه آدم نه اونا براخره زرنگه، میان تحقیق میکنن زرنگه، یعنی آدمی که مدیره زرنگه، خیلی زرنگه و خیلی مدیره. کی از ایران فراریش داد وقتی که ایران بود؟ خودش فرار کرده. آقای کشمیری فرارش نداد؟ نه با چون که عرشبت تو فراریش هم من میدانم چیه، اما کشمیری نبود. چون اگه کشمیری بود طبیعتاً پرسش رو ازش میشد که کشمیری الان کجاست؟ نه درست. وعد عرشبت که ولی این به شما بگم اصلا معتقده که ما بی خود با اسرائیل دیگه اون چی که هست همون نشون میده، یعنی هیچ جانماز آب نمیکشه. منوشهر هم داره. بله منوشهر سوزنی هم همون بود دیگه، اسم مستعارش بود. آره. که در واقع نه اول فامیلشون سوزنی بوده. آها. بچه گذر لوتی ساله و جا. خب حالا برسیم به اینکه ماجرای اینکه آمریکایی ها اومدن ایران یکی از پیچیده ترین و پرسوال ترین در واقع حوزه های تاریخی ایران هست که در واقع کلیدش به دست شما در واقع باز میشه. چطور آمریکایی اومدن ایران؟ چطور آمریکا اون شطور نداره؟ چطوری نداره؟ آخه آمریکایی‌ها که 444 روز ما گروگان گرفتیمشون، اونم در شرایطی که داشته کاردار آمریکا با آقای بازرگان گفتگو میکرده، در ساختمون وزارت خارجه ایران بوده، همزمان ما میریم کارمنداش رو میگیریم و 444 روز نگه میداریم، خودش هم نگه میداریم، خودش که تا یک ساعت قبل داشته مذاکره میکرده، ما با آمریکا این کار کردیم. بعد حالا این آمریکا به ما چنین اعتمادی میکنه که مشاور امنیت ملی آمریکا رو برمیداره همراه 7 نفر دیگه میفرسته ایران، اونا چه اعتمادی به ما داشتن که اومدن؟ اصلا فکر میکردین بیا؟ و این وقتی اومدن شوکه شدین نه؟ بره. خب وقتی این هواپیماشون اومد چرا مثلا رو آسمان ایران نزدنش؟ منتظر این هواپیمایی بودین؟ ما شک داشتیم بیان نه منتظر بودیم. خب نه بالاخره یه هواپیما اومده تو مهرآباد نشسته، این هواپیما برای اینکه بیاد توی کوریدور پروازی بعد یه کدی داشته باشه، یه اعلامی بشه، بهش مجوزی بهش بدن، اونم وسط جنگ. از کجا معلوم این هواپیمای عراقی نیست که داره میاد تهران؟ خب این مشکلات برخورد. این مشکلات برخورد. و با این وجود اعتماد کرد چون ممکن بود هم عراقی ها بزننش هم ایرانی ها بزننش، به جونشون از سر راه آوردن. نه این پرواز داشت عراق، از رو عراق که نیمده بود که، از رو ترکیه آمده بود. اما چه اعتماد بود که ایران اون هواپیما رو نزنه؟ گفته بود که من چیزم، من اومدم از ایرلندم اومدم. حالا از اینجا بپردازیم به این که
ما تا قبل از اینکه آقای قربانی فری پیدا بشوند و ارتباط ما با آمریکا وصل بشه، سلاح بخریم از خود آمریکایی ها، با توجه به اینکه ارتش ما یک ارتشی بود که ساختار تجهیزاتش آمریکایی بود، این قطعات یدکی و سلاح چگونه تامین میشد؟ بله. یعنی تا قبل از اون ما قطعات موشک هاوکو از کجا می آوردیم؟ قبل از اون قطعات هاوکوهای F-14 از کجا می آوردیم؟ فانتوم رو از کجا می آوردیم؟ از بازار سیاه از کجا؟ این از اون چیزایی است که معلوم نیست اجازه من بدم که پخش بشه. خب ولی میگم الان برای تاریخ میگم باشه که ما خیلی از قطعاتمون رو که خیلی حساس بود و هیچ جای دنیا نبود نبود میدادن، ما از پاکستانی ها میگرفتیم. پاکستان ساختار ارتشش به ما شباهت داشت. آره. چون قبل از انقلاب هم خود نیروی هوایی ایران چند هواپیمای جنگنده به پاکستانی ها داده بود. آره. این یک قسمت کار بود. قسمتی دیگه که مربوط میشد به این مال قطعات هواپیماست، قسمتی دیگهش خیلی مهمتره از این موضوع چیز بود، سایت هاگ بود. سایت هاگ یعنی اول و آخرش همینه دیگه، یعنی هیچ کسی چیز هنوز نیومده که بالاتر از این باشه. این تا 40,000 پا قفل میکنه، اتوماتیک خودش میزنه. هیچ روسیه نتونسته هنوز رو دست این بزنه فلانی حرف. ما از این 70 سایت داشتیم. 70 سایت یعنی تا روزای انقلاب، یعنی چند روز من پیروزی انقلاب اینو تحویل دادن. این به گفته تیمسار ستمر، شهید ستاری، چون که ستاری رفت بود آمریکا دوره دیده بود، دوره همین هم دیده بود، تخصصش هم همین سایت هایی بود و ایشون میگفت. یعنی 70 سایت همه جای ایران بود. همه جای ایران بود. ما اول جنگ شروع کردیم، هی قطعی اینو باز کن، قطع اونو باز کن، اونو باز کن، اونو باز کن، چون که این قطعاتش چیز داره، یعنی مصرف داره و بنزش رو یکی دیگه بذاره اینجوری. ما هر 70 رو مصرف کردیم، هی قطعی قطعی دیگه 70 دیگه کار نمی که یه دونه داشتیم. یه دونه کجا بود؟ یه دونه هم جماران بود. جماران. به خاطر این بود که اصلا مثل گاو سرش می دخن پایین، راحت می آدن. هر کجای سرزمین ایران رو می زدن می رفتن. پارچین رو می زدن. چیزی نبود که. در واقع مشکل هاک داشتیم، منتها قطعشو نداشتیم. ببین ما سایت هاگ داشتیم، موشک هاگ هم داشتیم، خب ولی نمیتونستیم بزنیم، قطعاتش نداشتیم دیگه. آره. یه لامپ هست اسمش، یه چیز بزرگ لامپ بهش میگن، این خیلی استراتژیکه، اینو نداشتیم. در هر صورت چند نفر بودن دنبال این بودن، یکی آقای نمازی بود، نیازی یا نمازی، نمازی، نیازی، همچنین شیخ آدم را. من بچه بازار بود. یکی آقای وزیر بود زمانی، اینم الان هم کنار گوش هست. این بود دنبال این چیزی به درد بخور. این آقای نمازی یا نیازی که بازاری بود کجا دنبال قطعات موشک هاک میگشت؟ تو اروپا، این بر اون بر. میگه چیزی هستش که مثلا بشه آدم تو بازار پیداش کنه. بعد شما به اون آقا بگی. ما این آقا مسئول حفاظت اطلاعات بود. حفاظت اطلاعات کجا؟ حفاظت اطلاعات نیرو زمینی فکر میکنم. نیرو زمینی ارتش؟ فکر میکنم. این تو چارچوب بزرگ به سمت چارچوب کوچیک به سمت چارچوب بزرگ که میدید هستی، اونجا کشف فروشی داشت. آره. خیلی هم آدمه. مثلا میگفتش که خودش میگفت، میگفت من نشون اونا که میخواست مثلا خرید بکنم اول میگم باید من در امریکا بگید به فارسی، حالا اونا نمیدونن این جمله مثلا معنیش چیه،
یکی یکی میگفتن، بعد این شروع کرد به صحبت کردن. کسی هم من ببین عملا خیلی ها پول گرفتن و خیلی ها هم کلا سرشون رفت. اینا که تهیه میکنن، رفیق دوست بود که نفر اول بود، یعنی وزیرش هم این بود، وزیر سپاه بود. بله. بعد یه طور حتی همین شجونی یه دفعه رفته بود اونجا و دنبال حالا فوت کرد دیگه. شما تاریخ ببین، یه کسی که اینقدر ادعای مبارزه میکنه و مبارزه هم مثل چیروش و مثل این علم دینه، یکی مثلا مبارزه میکنه ولی خیلی مثل یه پزشکی که مشروب بخوره، سیگار میکشه، پیپ میکشه، معتاده، ایناست. خیلی از این مبارزین زندان رفته یا آخوند امامه به سر خلافکاری میکردن، میومدن پول مفت رو میگرفتن، میومدن آلمان یا جای دیگه به دنبال فساد میومد. حالا بگو چرا این کنگرلو یه چیزایی میگه؟ من قبلش یه چیز رو نه اینه به شما مطمئن شم. آقای نیازی یا نمازی که در ضد اطلاعات ارتش یا حفاظ اطلاعات ارتش نیرو زمینی بودن، یک فرد غیر نظامی بودن، این فرد بله. غیر نظامی بازاری رو ما گذاشته بودن حفاظ اطلاعات ارتش. بله بله. خب متشکرم. خواهش می‌کنم. بعد این افراد خیلی‌ها بودن که سرشون کلا رفت، که به جای موشک به جای هر چی آجر آوردن. خیلی یه بار آقای رفیقتوس به من گفتش که من شنیدم اون بحرینیه باش کار میشنسیش فلان، این حرفه گفتم بله خیلی آدم قالتاقیه، پول منو میخواست بخوره ولی خیلی هم هزینه کرد که پول منو بخوره ولی موفق نشد. چطور هزینه کرد؟ حالا عرض میکنم. بعد یه گفتش که کنگردو من یعنی روش نمیشد بگه، یعنی طوری بود که براش گفتش که 1.5 میلیون دلار پول برای این خورده، میتونی ازش بگیری؟ بگیر. با همین مفتی که میگم، حالا این آقا یه آدم شیعه بحرینی بود و ظاهرش مذهبی بود ولی کلاهبرداری میکرد. بعد یه جوری وصل شده بود که میرفت هم جاسوسی میکرد، معمولا اینو جاسوسی هم میکنن هم. بعد این یه جوری به ما بس شد. یک کسی که برای سپاه خرید میکرده و مهمات 175، یعنی مهمات های خیلی استراتژیکه، توپخانه است که میزنه دور برده و خیلی چیزای دیگه برای سپاه خریده، آورده بهش داده، امتحانش هم داده این آدم. حالا ما از قضیه رفیقی خبر نداشتیم که گفتم این گفتم خیلی خوب، این اومد ژنو منو دید. بعد خلاصه گفت من حاضرم اون شکتاب به شما بدم. این یعنی 2-3 ماه مثل ما حرف و بحث و صحبت و کجا و چی و حسن حسین خیلی داشت، تا اینکه انقدرم این خودشو زاهد و عابد و انقلابی نشون میداد که من باید اصلا چشم بسته به این اطمینان بکنم، یعنی وارد بود چه کار بکنم. خب ایشون گفته بودن که به شما مشک هاک میفروشن. خلاصه ما هم نیرو داشتیم دیگه. من در عرض 1 ساعت تو کشور آلمان پاسپورت غیر بازه ایرانی درست کردم، ویزا درست کردم، همهش درست کردم بهش دادم. یعنی انقدر تو تشه برو دیگه، یعنی در عرض 2-3 ساعت نکشید. این گفتش که با توجه به اینکه من پول فرستاده بودم یه بانکی تو ژنو پول آوردم 40 میلیون دلار اونجا آماده کرده بودم و
گفتش که من الان قاهره هستم، توی پادگانم روی موشکا خوابیدم. و گفتم من از اولم به شما گفتم من تا نبینم هیچ اقدام نمیکنم. خودت میدونی که پول من آماده است. پولم فرستادم تو ژنو بود. من تا موشک رو نبینم، گفت موشک همینجاست. گفتم من باید موشک رو ببینم. گفت همین الان. میدونست که من نمیتونم. گفتم تا الان اومدیم فرودگاه، اومدیم فرودگاه با اون نفر به عنوان غیر ایرانی، یعنی ترکیه‌ای، پاس ترکیه‌ای، ترکی هم قشنگ بلد بود، تیپش هم مثل ترک ها. بلیتش هم گرفتم، گفتم اینم شماره منه، اینم هواپیماست، ما داریم میایم، شما لطفاً هتل و اتاقتو بگو. میدونست که من چک میکنم دیگه. آقا این یهو گم شد. من بلا فاصله پولو از توی اون بانک، تو بانک اومدم، شک کردم دیگه، اومدم گفتم آقا خود بانک رو چک کنیم با بچه های این بانک مرکزی خودمون. حالا شب اونم خب وارد دیدم، بینست بودن این بانک توی یه نفس اسمش هم اینه، این چک کنید نکنین مثلا کل سرمایهش کمتر از این پول 40 میلیون دلار باشه. اتفاقا کل سرمایهش 30 میلیونه. گفتم پس تا اینجا شک ما درست در اومد. هنوز پول که میخواه از اینجا حواله کنی فوری نمیره، میره آمریکا، از آمریکا میاد قاعدش دلار. ما نرسیده به اون شعبه، نرسیده به اون بانک ژنو، ما پول برگرد بودیم به ایران. اگر می اومد اینجا من صاحب پول دیگه نبودم. یعنی اینقدر ما حواس اون جمع بود که خیلی همین کار خداست. همین منم فقط تو کارام توسل میکردم، توسل میکردم و این توسل فقط هم بیشتر به امام حسین. اینقدر من گریه میکردم لب دریاچه ژنو، میدیدم چه آدمایی که قاتل بچه های ما هستن. برادر منم شهید شده بود، اون برادر من تو جبهه بود، زنگ میزدم میگفت داداش اینجا اینجوریه فلان اینا. و من این عربا رو میدیدم تو ژنو، تو هیلتون ژنو چه کارهایی میکنن. یک بساطی اینکه چرا ما ژنو قرار میگذاشتیم؟ ژنو ایستگاهمون بود. ببین ژنو به خاطر این بود که من زیاد رفته بودم اونجا، بعد با فرانسه هم کار میکردیم، فرانسه نزدیک بود به ژنو، راحت میرفت میامد اون ژنویه. بعد اینجا یه رزیدنس داشت، خیلی بزرگ بود، یه باغ بود. بعد تو این رزیدنس سفارت ما، آره مثلا یه نفر بود که اونجا هم سریدار بود، آشپز بود، همه کاره بود. هر کم میومد یه ساختمون دیگه بود اونجا. اون ساختمون ولایتی اگه میومد دست ولایتی بود، نبود من بودم، دست من بود. منم میومدم اونجا راحت تر اونجا بودم، به همین دلیلم بیشتر میومدم اونجا. بعد آلمان و جای دیگه نداشتن همچین چیزی، فقط همون دفتر من داشتم تو سفارت میرفتم، جا داشتم تو آلمان، ولی اون جای من که میخوردم و میخوابیدم و کارم انجام میدادم اینا شهر دارمشتاد بود. بله. خب فرمودید که اون آقا رو هر شبت که متوجه شدین که سارا پول نیستین، یکونی میلیون دلار آقای رفیق دوست چی شد؟ یکونی میلیون دلار رو من رفتم دنبالش، آدرسش رو همه رو در آوردم که بگیرم. گفتم خب این که بریم بگیریم که نمیده که، این باید مثلا بچهش رو گرگان بگیری یا خودش رو ببری یه جوری مثلا تهدیدش کنی توی بیابون، یه جوری چک بکشه چیکار کنی مدل اینجوری. خب اینم رفیق دوست امروز یه حرف بذاری یه صد دیگه تغییر میکنه حرفش، نمیشه روش. منم بهش گفتم که بالاخره تو میخوای این کارو بکنی به واحد نهضت‌ها باید بگی،
منم کمکشون میکنم. یا اون موقع عملیات ویژه به اون صورت نبود، یا تازه مثلا عملیات ویژه هم خیلی بخواهی، ما یه واحدی داشتیم یه اداره کلش عملیات ویژه، تمام عملیات های بیرون دست اون بود. خودم باید یا باید به اونا بگی یا بیشتر هم نیروی قدس هنوز تأسیس نشده بود؟ نیروی قدس هم داشت تأسیس میشد دیگه تقریبا. اما خب همون پس عملیات علیه آقای نیروی قدس همون نهضت های آزادی بخش بود. بله، حالا عرض من اینه که از حالا اون کشوری که ازش میگرفتیم به کنار، حالا هر کشوری که ازش میگرفتیم، تو بازار آزاد به هر حال میشد موشک هاگ گیر آورد یا نه؟ نه با موشک هاگ یا قطعات F4 گیر آورد؟ داشتیم موشک هاگ اصلا قطعاتشو قطعه هاگ رو ما نداشتیم و تو بازارم نبود و فقط و فقط آمریکا خودش داشت. با ایران اسرائیل هم نداشت این رو، اینقدر رو ایران حساب میکردن در مقابل عراق. اسرائیل موشک هاک نداشت؟ اسرائیل نه. پس ما چجوری از انبارای اسرائیل موشک هاک گرفتیم؟ قطعات هاک گرفتیم؟ اولا از انبارای اسرائیل نگرفتیم، اینو خوب متوجه باش، من فنیاشو دارم به شما میگم، ما از انبار اسرائیل نگرفتیم و موشک هاگ با موشک تاف دوتاست. موشک ضد زره یا موشک ضد هواییه؟ آره اون ضد همین زمین به زمین هم هست، زمین به هوا هم هست، یه چیز بزرگیه. به خاطر مثلا یه کشتی رو غرق میکنه یا مثلا یه هواپیمایی رو میزنه، ولی تاب مخصوص چیزه، زرهیه. بعد اون خیلی هم گرونتره و ما هم تاب داریم، شاید الان هم داشته باشیم چون مصرف نکردیم که. ما یه دونه موشک زدیم به کشتی آمریکایی‌ها، این هم هیچ خبری نیست، نمیدونیم که یه دونه زدیم و منحرفش کردیم. کی؟ هم تو جنگ، اول جنگ ما میخواستیم بزنیم، دیدیم که زدیم. آره تو جنگ نفکشا دارید میفرمایید؟ اول جنگ بود. آره اول جنگ بود. جنگ نفکشا آخر جنگه. بله، ما همین شمخانی و خیلی بچه های سپاه رفتم خدمت امام، گفتم ما چه کار بکنیم اینا. امام رحمت الله شد که من اگه جای شما بودم میزدم اینا، هم زدن و این اصلا جایی نگفتن. چرا ما فکر میکردیم موشک های سیلک ورمه، موشک های کرم ابریشم چینیه، اونا نبود؟ نه، اینی که دارم من میگم، ببین ما یه سری اسلحه داشتیم دیگه، یکی از این اسلحه های قوی و خیلی مهم ما همین سایت هاک بود و موشک هاک. حتی موشک تاب هم داشتیم، موشک تاب هم داشتیم و این موشک تابمون تمام شده بود دیگه، یعنی چی دیگه نداشتیم ما، مصرف شده بود. آمریکایی‌ها چه اعتمادی داشتن به آقای قربانی فر؟ اصلا اعتماد نداشتن. پس چطور حرفش گوش کردن؟ حرفش کوچی گوش کرد. اومدن ایران. به حرف اون نیومدن که. به حرف اون نیومدن. مگه یه مملکت به حرف یه نفر میاد بگه شدن؟ به حرف کی اومدن؟ ببین کلن نمیشون بگم. کلن آمریکایی‌ها شناخت نسبت به ایرانی‌ها دقیق داره. این چیز نیست که ندارن. آمریکایی‌ها باورشون نمیشد، میدونستن که ایرانی‌ها نامرد نیستن. اینجوری نیست که ما بلنشیم بریم خونه‌شون اینا ما رو بکشن. فقط واقعاش گروگان میگیره. گوش کردی؟ نه نه واقعا نه، هیچ گروگان گرفته بودیم دیگه، 444 روز گروگان گرفته بودیم. داشتش کیا رو؟ سفارت آمریکا در تهران. آها سف، نه اون سفارت یه بازی داستان دیگه ایه. اون سفارت نه، خب میگین که ایرانی ها اهل این کار نیستن. ما داشتیم با آقای بروسلینگن صحبت میکردیم توی وزارت خارجه. اونا رو هم به شما میگم. خب بگذار از اونجا خارج نشیم. به شما بگم اون زیر پوستش چی بود داستان. خب حالا بگذاریم سراغ ما. حالا واقعا هم ببینید، واقعا هم اینجوری بود که ایرانی ها اونجوری نیستن که تو دنیا به عنوان نامرد مطرح نیستن. عرب هست ولی ایرانی اون صورت نیست. در هر صورت
جز اینکه ممکنه پول 500 تا مشک تابو ندیم. همه مثل روحانی نیستم. من خب بالاخره اونا با ایرانی ها طرف هستن، نه با شخص خاصی. هر کسی ببینید از مقامات ایران من بودم. من واقعا متوجه نمیشم. ببینید خیلی خوب قبول کردیم آقای مارک فارلین رو، شما با توجه به این اعتمادی که رو شما داشتن، یعنی آمریکایی‌ها شناختی که شما رو داشتن، حاضر شدن که یک مقام بسیار سطح بالاشون رو همراه 7 نفر دیگه بفرستن ایران. از قبل هم به شما اطلاع داده بودن، شما مطمئن نبودید که اینها بیان، اما هواپیماشون به هر حال مورد اصابت قرار نمیگیره، با گذرنامه ارشد که ایرلندی هم میان. گذرنامه ایرلندی رو هم از این جهت داشتن که اگر گذرنامه آمریکایی داشتن در فرودگاه مهرآباد احتمالا ممکن بود قبل از اینکه کار به شما بکشه کسی واکنش نشون بده متعرضشون بشه. تا اینجاش قبول. شما که این دیپلماسی پنهان رو داشتین که یک مقام چنین عالی رتبه ای رو از آمریکا آوردین ایران، در خود ایران چطور این بلبشو بود که سران سه قوه نمیدونستن با اینا چی کار کنن؟ خب اولا که اون کاری که از این آسان‌تر بود که همون. ببینید سوال شما خوبه، ولی شما باید صبر کنین من اینا رو تا ریزش ندونی به اون درشتا نمیرسی. ببینید تا اینجا که اومد ما اینا رو نیاوردیم. خدا آورد. گوش کردی؟ نه، ما اینا رو نیاوردیم. یه وقت میگن که یه هیئت میخوام بیان، آقا شماره پرواز دقیق، ساعت، آیست، همه چی فلان موقع هست. میدین این هیئت که حسن حسین تقی نقیه اینجا دعوت شده از طرف وزیر، اون دعوت شده، اینا ایش رسمی میاد. مخفی هم بخواد بیاد چیکار میکنی؟ یه پرواز داره میاد، شما برج ما به برج میگیم آقا یه همچین به اصطلاح هواپیماییه، این رمزه، بهش اوکی بده بیاد. ما چیزی که میخریدیم میخواستیم بیاییم همین کار میکردیم دیگه. بعد حالا این داستانش چی بود؟ ما به دلیل عقلی شما داریم میگی باورمون نمیشد که یه همچین کاری بکنه. گفتن که ما میخواییم بیاییم. ما واف به واف همه رو میبینیم تو سران سه قوه میگفتیم. کتبی هم مینوشتیم. گفتیم که ما الان سری چی میخواییم بیاییم؟ برای چی میخواییم بیاییم؟ اینا متوجه شده بودن ما حاضریم کمک کنیم که گروگان‌های اینا به اصطلاح آزاد بشه. ما حاضریم. این یه بحث. گروگانشون در لبنان. بله، گروگانشون در لبنان. اما اینها یه موقعیتی قرار گرفته بودن، در یه موقعیتی قرار گرفته بودن که پیروزی اینا مساویست با آزاد شدن این گروگان‌ها، نه یه دونه یه دونه یهو. پیروزشون در انتخابات آمریکا. آفرین. چون که 1.5% اینا بیشتر عقب نبودن. اینا گفتن که ما حساب کردیم از نظر سنجی اینا، ما یهو همه گروگان ها که آزاد بشن ما دست به یه تبلیغات میزنیم، تا روز تبلیغات ما میریم. شما اینا رو میدونستین؟ ها اینا رو میدونستین؟ از همون موقع میدونستین؟ بله. نه خب میگفتن دیگه، میگفتن. خیلی خوب. بعد آقایون اینجا ما میگفتیم آقا این داستان اینجوریه، اینا این نمیگن. اینا گفتن ما اگر بگیم یه دونه یه دونه است. اینا قول که بدن ما یه دونه آزاد میکنیم، اینا به ما امکانات میگیم به ما بدن یکی دیگه، اونو بدن یکی دیگه، اونو بدن یکی دیگه، چه لازم نیست اینا بیان اینجا. اینا تا اینجا درست شد. حدس منه، یعنی اونا چیزی نگفتن که، حدس منه. اونا گفتن ما اینا رو در یه عمل انجام شده قرار بدیم، میریم اونجا میشینیم میگیم آقا ما گروگان شما، یعنی ضمانت از این بالاتر دیگه نیست.
که مشاور امنیت ملی آمریکا آره، بشه. اومده اینجا بشه شما. اینا از اون طرف هم اینا حاضرن که این کار بکنن. ببینید وقت میگه اصلا به هیچ وجه، ولی من یهو نمی کنیم. اینا یه دونه یه دونه. برای که اطمینان نداره. بحث اینجا اطمینان بود که این اطمینانه حاصل نمیشد. اینا اومدن این کلید، این قفل بی‌اعتمادی رو با اومدن یه هیئت اینجا بشینن یه رو خودشون گروگان بذارن اینجا که شما اقدام کنی، اینقدر اینا بشینن اقدام کنی اینا آزاد بشن که اینا با گروگان ها برگردن. و فکر نمی کردم ممکنه که همین اتفاقی که بعدا افتاد منجر به یکی رسوایی سیاسی برای آمریکا باشه. آره اینا رو فکر نمی. حالا اینجا درست شد. عقل اینا می گفتش که اینا اولا این کاری که بکنن با جنگ رو میبرن. اینا اومدن گفتن آقا ما حاضریم شما جنگ رو ببرین. اصلا ما حاضریم، ما کاری میکنیم شما جنگ رو ببرید. خب آمریکایی‌ها گفتن آره. گفت اصلا از همین حالا، همین حالا من که اونجا نشسته بودم قبل از این بیان تو هتل شرایطو بس همین بود. بعد هتل شرایطان تهران؟ نه شرایطان فرانکفورت. شرایطان فرانکفورت اونجا اولین نشستی که ما داشتیم اولیور نورس بود، مکفرلین نبود، رئیس یا معاون سی‌آی‌ای بود، فرمانده نیروی هوایی بود، نیروی هوایی آمریکا. آره. بعد یه کسی بود، بعدا من دیدم قیافش با آمریکایی نمیخوره، قیافش مثل این جهودای خودمونه. بعدم این اینقدر خوشحال به نظر میرسه خیلی. بعد من به این قربانیفر گفتم این کیه با اینا فرق میکنه؟ بعد گفت که این پسرمو ایرانی هست، یعنی اسرائیل نبود پسرمو، من فهمیدم. بعد گفتم، گفتم یهودیه، یعنی قیافش. گفت من اسمونو گذاشته بودم، یه چهره ای داشت مثل این جهودای خودمونم هم جوری هستن خیلی هاشون، اسمشون گذاشتم بم شیمیایی. اینا که شیمیایی میشن قیافش اینجوری بود. از طرف ما کیا بودن؟ من بودم فقط من بودم با یه مترجم که قربانی فر بود. بعد 7-8 تا اونو بودم، یعنی ابراهام بود، چیز چی اسمش؟ لا. ابراهام حکیم ابراهیم حکیم این بود. اونجا گفتن ابراهام چی اینا. بعد معرفی کردن من به چیز خودم و اینم مدعیم و هنوزم شکست نخوردم. من از راه چشم در درون اون فرد میرم و از خدا میخوام که نیت اون فرد رو خدا بهم بگه. این از نوجوانی این رو داشتم و روشم کار کردم و اینا. شما به چه کسی نگاه کردید و نیتش رو خوندید؟ من دونه به دونه معرفی میکرد کاملا مسلط. من اون روز غسل شهادت کردم اومدم. من معمولا به بچه، من هر جا میرفتم من با بچه انجمن اسلامی بودم. اینا هم محافظ من بودن، هم پادوی من بودن، هم همه کاری رو من میکردن، دمشون گرم. من اینا رو همه رو جمع کردم، گفتم شما همه تون من یه جلسه دارم اینجا، اصلا این بحث ها هیچ، فقط من اینجا توی این هتل، این طبقه، اینجا، اینجا یه جلسه دارم و شما نیم ساعت به نیم ساعت زنگ بزنید، اینم شمارشه، من اعلان سلامتی بکنم.
اینجا باشید تا من جلسه هم چهار بسن تا خیلی چندین سال بکشه. خیلی مهمه که ما ماریو ندازن ببرن، ما اتفاقی نیفته فلان فلان. اینا اومدن همین خود همین باعث شد، همین باعث شد. اینجا هم آمریکایی نیرو داشتن، هم آلمانا داشتن، احتمال میده اسرائیلی هم داشته باشه. اینا بعدها که ما با آلمانا کار کردیم و فلان با اطلاعات آلمان اینا، به ما گفتن که شما نیروی مسلح انتحاری آورده بودید اونجا. نه که اینا همه ریش داشتن و جوان بودن و قدم میزدن و خیلی هم بودن. بعد اینا هم نرفتن که بگو اسمت چیه، کارتت چیه، چیزی قضیه رو یهو خرابش نکردن. اینا دستور نداشتن. گفتم که نه با، گفتم نه با اینجوری نیست، من فقط گفتم که اینجا جلسه من داریم. خلاصه هم یالا مفصله. بعد اونجا من با اولیور نورس گفته بودم که بهش، یعنی گفته بودم که من موقعی سر میز میشینم که شما 500 تا موشک به ما بدید. به یعنی من هیچ حرفی ندارم شما. اینا اومدن، دونم طبقه 14 13 هم بود، یه سویت که بتون خیلی هم بزرگ. اینا اومدن، دیدیم که یکی دو تا شده، همه هم یکی معرفه کردیم همه شده هم. و واقعا هم من آماده بودم که از اون بالا شیجه بیام پایین، یعنی چیز نکنم. اونا گفتن که ما هر چی راجع به اینو فکر میکردیم تو ذهنمون بودیم برعکسشه، اونجوری ها نیست. مثل چی؟ مثلا ما فکر میکردیم اینا شاید ما رو گروگان نگردارن، نه هم فلان کنن، بگذمن، بکشن، فلان کنن. دیدم اینا جانی هستن ولی این شکلی نیست. یه شکل قانونی خودشو باید خودشون داره. میان قانون درست میکنن و قانونن شما رو استثمار میکنن. بعد همه رو که معرفه کرده اینا، من باستدم، نظر فیزیکی باستدم. هی گفتم به شما من نمیشه. گفتم من نگفتم به شما. 500 تومن شک بدیم. آره. نورس خیلی آدم، خیلی آدم خوبی بود. یعنی ذاتن آدم خوبی بود. خیلی آدم حکیمی بود. کلن این تیپی بود. صبورم بود. آره. من خلاف مکفاله. آفرین. من میفهمم یکی که عصبانی هست یا نیست، چیگه خیلی مشخصه. آدم عصبانی چشاش میزنه، تیک میزنه، حرفاش جوری دیگه است. این حالا هر دینی بخواد داشته، این آدم عصبانیه، مثل احمدی نژاد این آدم. بعد یه که اینجوری میکنم یا اینجوری تیک میزد، این چیزم تیک داشت. برگردیم به جلسه. آره. خب بعد نورس گفت درسته که شما نشستی جلسه با هم خورد. گفتش که حالا این جلسه صبح بود، موکر شد ببود. گفت من تا امروز تا بعد از ظهر شما صبر کن باش. گفتم باش ما هست. اونا رفتن دنبال استراحت شون، ما برمان دنبال استراحت. ما یک سره تلفن به دفتر خودم مسئول. گفتم که اینا هی به ما زنگ میزدن که من هماهنگ میکردم که 500 تا بیاد. اینا خلاصه ساعت 5 بعد از ظهر بود 500 تا اومد. از کجا؟ ببینید ما نگفتیم از کجا میاریم. ما نخواستیم، نه اونا. ما قرار شد که اینا به ما کجا تحویل بدن؟ تهران یا تبریز، تو خاک ایران. اینو آوردن تهران.
تو فرودگاه مهرآباد اینجا تحویل دادم. حالا ما اینجا دیگه اینا همه دنیا چیز دارن، اینا ترکیه دارن، تو خلیج دارن، اسرائیل دارن، دیگه همه خیلی اصلا اطراف ایران همه پایگاه دارن، تو اروپا پایگاه دارن، همه چی هم موشک و اینا فراهم دارن. بعد گفتم که باید پولشو، گفتم من 48 ساعت یا 4 روز دارن اینا بیاد ما پولشم به حساب تو میرسیم. خلصه اومد دیگه، پولشم ریختیم دادیم 12.5 500 پولشم این دادم باید نشست. منم کاش که خودم ثبت کردم، دیدی هست زمانی اونجا یه موقعیتی داره، کسی نبود، چیزی نبود، نهار کنم. اول که این را شناسایی کردم گفتم که همین جنایتهایی که امریکایی کرده بودن، یعنی اینجوری بیان کردم، گفتم من جواب یک آدم سیاسی و یک مأمور سیاسی و یک کسی که بیاد با شما میخواد معامله بکنه، مذاکره بکنه، نیستم. من فقط اومدم فقط در مورد یه چیز خاصی شما به ما کمک کنید، ما به مقامات میگیم، مقامات به اونا بگن، اونا یه حرف اونا رو گوش کردن بگن، ما کمک شما میکنیم. من شروع کردم به کاری، ما کاری نداریم شما اینجوری کردید، 28 مرداد اینجوری کردید، اونجوری کردید، فلان کردید. موضوعیت نداشت، شفتون اصله بخریم دیگه. آره، نه اینا رو هم بگفتم و اینا هم هیچی نگفتم. اصلا وارد این قضایی نشد. بعد هی صحبت کردن اونا، صحبت کردن که بالاخره نیومدن جواب منو بدن. گفتن که همه سر همش سر آزادی این گروگان ها باز بود که شما این کارو بکنید، این کارو بکنید برای تاریخ و برای آزادی انسان ها، پیر مردن، مریضن، هم چی هن، هم فلان هن. شما میتونید ریشک رو بذارید اونجا. بعد رسیدم به این ابراهام حکیم، بعد انگار یک صدای در گوش من گفت، انگار یه چیزی به من الهام شد، نمیدونم، انگار یعنی خیلی قاطع ها به قربانی فرق گفتم که ببین، به این بگو که تو که خوب ایرانی کرد، تو ایرانی هستی، چه انگلیسی صحبت میکنی، من تو رو میشناسم، من تو رو میشناسم. آره همینجوری من داشتم میگفتم، اینا همه داشتن نگاه میکردن. بعد این به اون به انگلیسی گفت، اون گفت من نمیشنم چی میشو. بعد دیدم که من یقین دارم که این میشناسمش. حالا یه آدمی تو هیئت آمریکایی هست، تیپ قیافه آمریکایی، اصلا شکل ایرانی هم نبود. گفتم ببین کلاگیسی داری؟ بچه بازارجون، بازارچه اولاجونی؟ سال 1346 چهارراه سیریس میومدی با میشدی گهگاهی، از اونجا میرفتی موشی خلوت، بلدی موشی خلوت رو که، بازار جعفری، پاساژ موشی خلوت، دکمه فروشا اونجا میرفتی، من تو رو میشناسم، خونتون همون تو بازار چه بود. حالا میگه وات، بازم زبونش باز نشد. بعد به قربان فرد توپیدم، گفتم من هرچی گفتم باید بهش بگی. گفت من رو یعنی نمیگفت بیدستید به هم بخار. گفتم ببین همینجا بلند میشم میرم یا میزنم تو گوشه دار خوار مادر فلان چنده
پشت دادم بهش. گفتم هر چی من میگم بهش بگو. بعد همین معاون سیایی اونم سری سیایی بود. گفت چیه؟ گفت چی میگن؟ این به انگلیسی اونا گفت. بعد گفت میگم. گفتم بهش بگو یعنی عیناً اینه. گفتم بهش بگو خار کسه. مادر قبه. پدر سگه مادر قبه. من تو رو میشناسم. تو جهودی. تو یهودی هستی. تو بچه تهرونی. چی تو من تو رو نمیشناسم؟ هیچی. من فوش میدادم، فوش خواهم دارم بهش میدادم، این لپاش سرخ شد. بعد دیگه پیش خودم گفتم خب الحمدلله دیگه. گفتم الان من دارم فوشت میدم، هی میگی وات وات، به چه رنگ دقیقا سرخ شده. آقا همین جوری که دارم میگم، یهو زبونش باز شد. بعد اینا یهو همه چی تغییر کرد. یعنی این موقعی که این رسوا شد و من فوش به این داده و علنی اینجوری برخورد کردم، اصلا همه چی تغییر کرد. من فکر میکردم اونجا گفتن عجب بابا این ایرانی ها چجور موجودی هست؟ این مسئول میز ایران در کاخ سفید این رفته اونجا، این یارو شناختتش اینو فوش هم بهش داده و همین شد مقدمه اعتماد کردن؟ نه این یکیش بود. اعتماد کرد؟ نه این ربطی به اعتماد نداره است. اینو به شما بگم. یعنی غیر ممکنه خیلی. فکر میکنه و این نکنه اصلا من سرچ کلا باشم. نه. اینجوری نیست. اونا بعض موقع مثلا یک کاری میکنن مثلا ظاهرش ما موفق شدیم. خب اونا به نفعشونه. اونا دنبال یه سود گرم قوی تر دیگه ای هستن و ما فقط تنها راهی داریم، راه جنگ نداریم. تنها راهی که داریم ما فرصت طلبی باید بکنیم، پی یه موقعیتی بگردیم، یه موقعیت کوچیک که زود گذر ما اونجا بتونیم یه کاری انجام بدیم. و این موقعیت زود گذر در واقع در سفر هیئت آمریکایی به ایران فراهم شد. اول اینجا ما دیدیم اینجوریه، اینا اومدن و از فرودگاه تماس گرفتن با شما؟ بله، یا شما از قبل میدونستین که دارم میام؟ من کلا من به شما بگم، من به عشقی که با سپاه داشتم و دارم الان، همیشه خودمو سپاهی میدونستم. به همین دلیلم همیشه هر فرمونی که به اصطلاح هم بچه های نهضت های آزادی بخش اون موقع اومدن لشکر قدس و فلان، هر کاری داشتن من انجام میدادم. حالا چه تو نخست وزیری بودم، چه توی به اصطلاح نفت بودم، اینا. اون شب چطور شد؟ من اون شب، من قبلش تمام مراحل قبلش خود این سپاه یعنی احمد وحیدی و وردی نژاد و اینا که اینا فرمانده لشکر قدس بودن، اونم قائم مقامش بود، منشاوی رئیس دفتر وحیدی بود، اینا همه در جریان بودن. اون شبم من قبلا گفته بودم که امکان داره اینا عکس مکفارلن و عکس نورس و که ما مثلا همین بعدا فهمیدم که این چون که خیلی ها میخواستن به هم بزنن، سود داشت براشون. خب متوجه شدم، عکساشون داده بودیم به آقای طاهری، میگم طاهری، آقای هادی، دکتر هادی میگفت هر کی چشه که زاغه است، خب که این که مکفارلن نیست واقعا نمیشدیم. خب بعد هم اومده بود اینا، من از کجا بدنستم بدانیم این کی اون چیه اینا. بعد با ریگان عکس گرفته بودن، این عکس رو فرستاده بودن که ما ببینیم که مثلا چیز کنیم. اینا یه جوری با من برخورد میکردن که آدم میشنسه، اینجوری نیست که آدم نه من یه کسی تو خیابون بگه من مثلا مکفارلن بیاد اینجا. یعنی اینقدر ماها رو مثلا اعصاب خودکنی حرف میزد که ما یه چیزی بهش بگیم بیا چیزی پرت کنیم به خود سر صورتش به هم بخوره.
ما اونجا صبر میکردیم دیگه. تا اینکه منم به جای وست نبودم داداش من. من نه حزبی بودم. نه مثلا. اما مشاور امنیتی نخست وزیر. نه جریان. بله. اون موقع جریان ما هم جریان شهید بهشتی. شهید بهشتی همه میگن ما طرفدار شهید بهشتی. همین با مهندس موسوی و اینا بودیم. بله متوجه شدم. وقتی که اومدن از گیت عادی رد شدن؟ یعنی مثل مسافرها اومدن داخل؟ من نبودم که اونجا. آها. آره من نبودم. من موقعی که اومدیم دیدیم که اینا اومدن بیرون. حالا اومده بودن بیرون کجا؟ اینا اومدن توی چیز بود دیگه. تو همون قسمتی که یه اتاقی بود اینا در ورودی که مسافرا میان. اطلاعات نخست وزیر. آره. همونجا بودن. از این حضورده نه حالا کدوم ساختمان بوده. ولی اومده بودن یه قسمتی توی دفتری اینا رو نگه داشته بودن. و شما بردینشون هتل؟ آره ما با چیز بودیم دیگه با آقای وحیدی اینا بود. ما باز زودتر میرفتیم خوابم برد دقیقتش. همین باعث شد که کار خراب شد. رفتیم اونجا ما بعد هشت اونجا بودیم دوانیم از خواب بیدار شدیم ده دوانیم. بسه داره اینجا بودیم. چرا کار خراب شد؟ کار به رو نظم خودش و برنامه خودش نبود دیگه. مکفاله میگه که با ماشین بدی هم رفته بودین دنبالشون. ماشین قرازه‌ای. بهترین ماشین سپاه همون بود. دیگه بنز تشریفات. من خیلی من همون بود خواه این چه ماشین تو؟ وسط راه مثلا یه خراب شد. ما هول بدیم ماشین رو بینید. درست نه؟ اینطوری هم شده بود؟ نه. اما از این مدل بود. ولی چیم؟ نبود دیگه. ما هم میدونم چی بود. اخواب پریدیم. بیای وقتی اینجوری شد. آقا با تو ماشین برید فلان کن. دیگه یعنی زمان نداشتیم. رفتیم اونجا. ماشین چیزی نه. ولی ماشین مثلا سیاسی که از این مدل ها داشته باشه. مشکی باشه نبود. مشاور امنیت ملی آمریکا بود طرف. خب منم مشاور امنیتی بودم. شما میخواین شأن خودتون رعایت نکنین. طرف بالاخره با ماشین قرازه میبرنش که. نه ماشین قرازه نبود. نه. اولا که اون مشاور امنیتی بود منم مشاور امنیتی تموش دارم بعد منو با هم عقب ماشین با هم نشستیم راننده هم بود و رفتیم ما از اول اشتباه کردیم تو هتل گذاشتیم این همه ساختمون ما یه ساختمون نداشتیم یعنی سپاه گفت باید من با شما باشم بعد اونا رفتم هتل آره رفتم هتل و اینا همونجا فرازادی فعلی از همونجا اینا تصمیم گرفتن که کار اصلا کلا دست ما بگیرن سپاه آره آقای محسن رضایی حالا تا اینجا که شاهدین صحبت می‌کنیم یه مصاحبه داره با هر شود که خبرگزاری فارس به تاریخ 1 مهر 87 ایشون میگه که شما کارها رو با هماهنگی آقای هاشمی پیش می‌بردیم و هنگامی که ما از اینجاش مهمه و هنگامی که ما متوجه شدیم در تهران اتفاقاتی در جریان است وارد ماجرا شدیم و محسن کنگرو رو به عنوان رابط دوم قرار دادیم و آقای وردی نژاد که معاون اطلاعات سپاه بود و بعداً رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی شد را به عنوان رابط اصلی قرار دادیم در واقع ابتکار عمل را به دست گرفتیم تا ببینیم پشت صحنه چه خبر است حالا همینجا اینا گفتن که من این الان سی سال گذشت خیلی مردن و شهید شدن و فقط افسوس میخورن و سر ندونم کاری کیش شخصیت خب بچه تو شد موسیقی. بعد اینا هم اول جلسه گذاشتیم خلاصه کاری نداریم بله فاصله به آقای هاشمی و آره اینا همه متوجه شدن و امام متوجه شد از تمتا ها متوجه سران سقوبه همه چون که من وظیفه داشتم تو جلسه بیان کنم و تو جلسه هم از تمتا ها بود معناش اینه که گزارش میبره به امام میده دیگه به خاطر اینه من خودم بلند شدم مثلا برم که به امام بگم ولی اینه آقای خامنه ای آقای موسوی اردبیلی آقای موسوی نخست وزیر آقای هاشمی همه در جریان کار بودن این که کسی ندانه و آقای هاشمی خودش بخواد این کارو بکنه مثل این همون مصاحبه که آقای
محمد خامنه‌ای کرد در مورد صحبت میکنه. آره من که جوابش دادم اینجوری نبود. و آقای محسن رضایی هم حقیقت رو نمیگه و همیشه این اخلاقش اینجوریه. من حاضرم اینو علنی تو رادیو بگم. میگم چی میگه آقای تو؟ این آقای وردی نژاد همسایه ما بود. این آقای چیز احمد وحیدی فرمانده لشکر بود و فرماندهی بود که حکمش آقای خامنه‌ای میداد، نه سپاه، نه فرمانده سپاه. یه آدم بسیار متدین و متقی. علم قبولش دارم. اون موقع اینا گفتن ما سپاهیم، ما باید اینو به عهده بگیریم، تو سپاهی نیستی. مثلا من گفتم که بیاین شما به خاطر که کار خراب نشه وارد سیستم سپاه نکنید. این یه کاریست که به کلی سریه، نباید بره تو سازمان. یعنی امکان داره چهار تا آدم این بر اون بر. ما الان شما نیروهایی که محافظ آوردین همه سپاهی هم. همه منو میشناسن، اون داستان رو میشناسن، میفهمن. این همه جو میره. ما نباید بیم تو هتل. ما باید یه ساختمانی داشته باشیم. همه وزارتخونه ساختمان دارن. ببریم اونجا. همه چیز خودمون باشه. حالا از اولش با شلخته کاری شروع شد نه؟ حالا نه خب همین دیگه شلخته ای نیست. چرا دیگه به جای به جای اینکه اول همه مثلا این مثل اینکه اخلاق سنت این ایرانی هست. آقا تا یه حرف بزنی بخوان شما رو دور بزنن. شما مثلا بگی آقا من یکی معدن سراغ دارم، بیاین شما مثلا این معدن رو با هم بکنیم، زمان بکنیم دریم، من کمک میکنم، یه درصد شما بگی درصد من مثلا. این اول کاری که بکنی شما رو دور میزنه، میخواد ببینی که معدنه کجاست، خودش بره شما بزنه کنار. اونجا هم در واقع سپاه میخواد شما رو دور بزنه. همینجی همین کار میکرد. من به خاطر مملکتم، به خاطر مملکتم من اومدم چیکار کردم؟ من یک بار همین آقای وحیدی رو، همین آقای وردی نژاد رو بردم فرانکفورت که با همین مقامات آمریکایی جلسه گذاشتم. از همونجا خودش وصل شد. یعنی من حضور نداشتم اونجا. بنده حضور نداشتم. یه جلسه دیگه داشتم در همون موقع. اونا یه جای دیگه بودن تو هتل دیگه. خود این آقا با اونجا وصل شد. یعنی اطلاعات سپاه همون زمان خارج از مسیری که شما داشتین ارتباط مستقیم آمریکایی داشت. بله. یعنی وصل شد. همونجا وصل شد. من حس میکردم. همونجا وصل شد. خب وصل شد. بعدن اومدن که تیمی درست کردن. دیگه اینجاشو من نمیگم. تیمی درست کردن. بعدن گفتن اینا گرونه. از این طرفم منو مال مباحث بعدیه دیگه. بله دیگه. حالا ما بهش میرسیم. هر شبت آقای مکفالین در کتاب خاطرات خودش اسامی هیئت ایرانی رو چهار نفر ذکر میکنه. آقایان نجفی، مصطفوی، سمیعی و کنگلو. خب اسم شما که درسته. آقای هر شبت که سمیعی آقای وردی نژاد هست. آقای نجفی که هر شبت که آقای هادی نجف آبادی هست. آقای مصطفی کیه؟ وحیدی. پس این تصور این که آقای مصطفی آقای روحانی هست نیست، چون تو بخش از منابع اینطوری اومده. آقای هاشمی یک جای دیگه هم در مورد با آقای روحانی صحبت میکنه در کتاب اوج دفاعشون، خاطراتشون. آقای هاشمی رفسنجانی در خاطراتشون در 1365 دو فراز دارن. یک جا میگن که به آقای دکتر روحانی گفتم که برای کنترل قطعات و اداره مسائل سیاسی و مذاکرات با آمریکایی‌ها همکاری کنند. یک جای دیگه میگه که قرار شد هدیه را نپذیریم و ملاقات ندهیم و مذاکره را در سطح دکتر هادی، دکتر روحانی و مهدی نژاد مخفی نگه داریم و مذاکرات محدود به مسئله گروگان‌های آمریکایی در لبنان و دادن قطعات هاک و چند قلمه اسلحه دیگر باشد. اینجا صریحا ایشون میگه که مذاکرات در سطح آقای دکتر هادی و دکتر روحانی و مهدی نژاد هست. یعنی تو جلسه نبودن؟
چجوری پس دستت اونا بوده؟ این عبارت خاطرات های هاشمیه همین ها بودن دیگه. نه رسول با آی روحانی را موردم شنیدین؟ میگه که قرار شد هدیه را نپذیریم و ملاقات ندهیم و مذاکره را در سطح دکتر هادی و دکتر روحانی و مهدی نژاد مخفی نگه داریم، که مذاکرات محدود به مسئله گروگان های آمریکایی در لبنان و دادن قطعات هاک و چند قلم اسلحه دیگر میباشد. اینا آقای هاشم میگه که آیه فشار آورده، سپاه فشار آورد، آیه هاشمی نمیخواست، از اولم میخواست همین جوری که ما داریم کار میکنیم باشه. آقای روحانی رو سپاه فشار آورد بیا اجازه بده. خوب توجه کنه چیزای تای مهمه. ببین اکفاردین اومده تو هتل ما رمزونه، بله. خب بعد اونا میگن ما هستیم، گراغان ها رو اینجوری آزاد بکنیم، فلان میکنیم، ما یه کاری میکنیم جنگو شما ببرید. این هم به شما بگم، من توی هتل شرایطون که هی میگفتم بستش 500 تا چیز دادن، گفتن ریگان میخواد با شما صحبت کنه. با کی؟ با من. هم تو هتل اولیور نورس با ریگان صحبت میکرد، بعد گوشی گفت مترجم با ریگان ما دیم صداش میشنسه، میگه مثل همه یادم هستن عوض که این حرف زدن میشنسه، بعد صحبت کرد با من. الان هنوز صداتش تو گوش من. گفتش که ما با آدم های شجاع و مرد، اونجور که به من ترجمه کردن، هیچ مشکلی نداره. ضمناً نشون بگم این موقعی بود که ابراهام حکیم علت این که آوردنش اونجا، نمیدونم حالا مسئول میز بوده نبوده، علت این بود که به قربانی فر اعتماد نداشتن. این آورده بودن اونجا که ببینن این راست میگه یا نه. قربانی فر هم اصلا اونو نمیشناخت هیچ، نه تا حال دیده بودش نه اسم یادشی. ریگان چرا نمیخواست با آقای هاشمی رفسنجانی صحبت کنه؟ حالا اجازه بده. رئیس جمهور آمریکاست. ها هم بعد گفت ما هیچ مشکلی با خمینی نداریم، خمینی ما راحت باش میتونیم کار کنیم، راحت میتونیم باهاش باشیم همچین چیزی. که چرا؟ برای اینکه مرد هرچی که میگه انجام میده. ما با کسی که راست گوه و هرچی که میگه انجام میده ما هیچ مشکلی نداریم. ما هم مثل او هستیم، ما هم مثل او هستیم، حرف بزنیم رو حرفمون انجام میدیم، احتیاط به هیچ چی نیست. اونم یه آدمی است که حرف بزنه انجام میده. شما خیالتون راحت باشه که ما به خاطر این خیال راحتی من بس، یعنی چون که اینا حزب به شما داشت میخواست برنده بشه دیگه، اینا به خاطر این. خب اما آقای روحانی بسد چه کار است؟ حالا عرض میکنم روحانی موقع مسئولی چی بود؟ مثل رئیس کمیسیون دفاعی بود دیگه. رئیس کمیسیون دفاعی بود توی چیزم بحث تدافعی بود. پولا که میگرفتم نامه مینوشتم به آقای هاشمی، آقای هاشمی مینوشت پاراب میکرد برای روحانی، روحانی به بانک مرکزی میگفت که ما همه هم میکردیم برای یه بارش انجام شد دیگه هم پولو ندادم. اون وقت اینجا رو شما داشته باش، اینجا رو داشته باش. خب ببین با توجه به اینکه آقای روحانی یک شخصیتی غیر انقلابی بود. انقلابی بود ایشون؟ نه. به هر حال کسی که به امام خمینی اولین بار گفت امام خمینی ایشون باش. هست. باش. نه دیگه. ببینید ایشون تو نیروهای انقلابی، تو نیروهای مبارز مثل بهزاد نبوی، مثل بادامچیان، مثل خیلی روحانی رو به عنوان یه آدم مبارز و انقلابی نمیدونستن.
زندگیش اونجوری نبود، خصلتش اینجوری نبود. خب حالا بعد ولی شما امکان داره، ولی مثلا بهزاد نهاوی هست، بادامچیان هست، آدم اینا که صحبت نمی‌کنی. آره کلا 7 جلسه برگزار شد. گوش کردی؟ من همون جلسه که اول بودم خیلی از موزه بالا مثل همیشه صحبت کردم که مایک فالدن ناراحت شد، قهر کرد. من گفتم بذار باشه، بذار ما همینجور، که از همونجا ننهی شد قضیه. یعنی من دیگه نتونستم جلسه برم. شفاق گفت من هستم. حالا چرا؟ حالا چرا اینجوری شد؟ در این حال که سپاه یعنی وحیدی و وردی نژاد اینا منو میشناختند، ولی محسن رضایی فرمانده بود دیگه، محسن رضایی دیدگاه خوبی نسبت به اون نداشت به خاطر فجر. آره یک. دوم روحانی به دلیل اینکه ما اطلاعات زیادی ازش داریم و این رو حس میکرد، یعنی چیزی رو شما بگم تمام خودشم نمیدونه، همه اطلاعات ریز 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 زندگی شما داشتیم، خاطر این میگم. بعد میگید میترسید از اون؟ عرض میکنم اون موقع آقای روحانی اومد نشسته بودیم یه جا، بازی هم بود، آقای هاشمی، همین آقای نجف آبادی. من اینا خیلی پر بودن، من اگه قرار باشه پر گیری باشه، قرار باشه به من به گردنم نمیرسن. منم چلو اونا برخورد پر گیری میکردم. گفتم چیه شما داریم میگید؟ بی خودی میگینم فلان همچین همچونه. هی میخواستن ما رو بزنن، حاشیه درست کنن. آقای روحانی به آقای هاشمی گفتش که اینا با کنگلو دعواشونه، اینا میگن که ما سپاهیم، کنگلو کجاست اینجا؟ با توجه اینکه میرحسین موسوی هم با این موضوع مخالف بود، من در واقع با موضوع رابطه با آمریکا هم مخالف، آره اصلا با این کیس و با این برنامه با اینا، ولی میگفت هرچی آقای هاشمی گفت انجام میدم، ولی نظرش موافق نبود. آقای روحانی خبر جلسه از کجا داشت؟ خبر درونی مذاکرات؟ حتما آقای من نگفتم که آقای هاشمی حتماش گفت. آقای هاشمی به هادی نجف آبادی و به آقای هادی نجف آبادی به عنوان مترجم فرستادن، نه برای و روحانی هم این به چه علت؟ به خاطر اینکه پول هزینه هم دست این بود دیگه، بعد این تو این قضایا باش پول هر کجایی که هاشمی آقای هاشمی می‌خواست پول چیزی بده روحانی بود. چرا؟ اینا میخواستن یعنی دست خودشون باشه، با توجه به این که روحانی از اون آدمایی بود که سپاه سایش با تیر میزد، چون که از اون اول که میخواستن مرام نامه سپاه رو تصویب کنن حسن روحانی مخالف بود تو مجلس، خیلی هم مخالف بود، قبول نداشت اصلا حرکات ها و ایده های سپاه و اینا رو، این مدلی نبود و نیست. بعد من حدسم اینه که با توجه به اون موضوع اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن منم میشناخت، منم آدمی نبودم که فرمون حسن روحانی رو ببرم، و چند بارم ازش انتقاد کرده بودم و روحیه منم میشناخت. با اینا بود که اینا موافق بودن، اینا میخواستن یه کاری بکنن، بعد این کار کردن درست شد. بعد از این حالا من میگم چرا این تحلیل درسته، اینا اومدن من رو از صفحه پاک کنن. میشید داری؟ چیکار کردن؟ اون موشکایی که من آوردم پولش ندادن، 500 تا موشک
گوش کردی؟ نه اون 500 تا رو دادن. 500 تا موشک آخر رو. آره. پولش ندادن. یعنی ما 12000 نه. ما 1000 تا موشک 12000 500 میشه 12 و نیم دیگه. 1000 دو تا 500 تا. 1000 تا موشک رو پولش ندادن. نه. خب اینا که بهش میرسیم تو اون مرحله. حالا گوش بده. کی نداد؟ حسن روحانی. من اینجا با حسن روحانی برخورد داشتم. شدید. گوش کردی؟ که این یعنی با برخورد بخواه برای چی نمیدی؟ کار خراب میشه. همه چی خراب میشه. یعنی اگه تو ندی اینجوری میشه، اینجوری میشه. اونم میخواست که اینجوری بشه. میخواست که ما جنگ باور کن. یه آدمی مثل حسن روحانی میدونست اگر که پول اینا رو بده خب باز دو مرتبه میگیرن. حالا کنگرلو نباشه، کنگرلو بهش بگن نه، میگه نه، کاری نداره دیگه. سپاه سپاه، خب البته که سپاه این کار رو بکنه، ما هم نوکر سپاه. که این کار من کردم، که من خودم اومدم زیر نظر سپاه، فرمون سپاه رو میبردم. آقای کنگرلو، حالا این مهمه، اینو خوب تو بنویس و بسپار. اگر که نظری داری به من بگو. من به خاطر این یه کسی مثل حسن روحانی چرا این کار نکرد؟ دستور آقای هاشمی من نوشتش هست. دستور آقای هاشمی رو چرا اجرا نکرد؟ چرا پول نداد؟ من اینقدر بهش گفتم بابا اینا دارن زار زار پشت تلفن گریه میکنن. ما قرارداد با اینا بستیم. ما حرف زدیم توی قضای گروگان گیر و اینا حرفه. چیزی نه کسی ننوشتی که بانک امضایی نکردیم. ما حرف زدیم، حرف زدیم با شما موشک بدی، ما 4 روز بعدش به سلا پولتون رو میدیم. پولتون رو میدیم. الان 1 ماه گذشته، اینا میگن ما رو میکشن. ما هم پول نداریم 12 میلیون فلان حرف. در حد این حرف نیستیم که این یه اله بلان بلان. خب ببینید آقای هاشمی که رئیس بود اونجا، من میخوام به شما بگم که خوب بوش بده. به عنوان یه آدم هوشیار، زرنگ توجه کن. اینا مسائل تاریخیه. یعنی آقای حرفی که من زدم خب آقای بنیامین حسن روحانی نمیفهمید که اگر پول به اینا ندیم اینا به خاطر جون خودشون هم شده که ندارن پول دیگه، که نکشن اینا رو، نزنن اینا رو. به خاطر اینم که دیگه چیکار میکنن؟ میان دست به هر چی میزنن دیگه. یه کسی که داره غرق میشه به هر چی دست میزنه که نجات پیدا کنه. میرن آقای منتظری میگن. خب بعد کار خراب میشه. این کار سریه. پس تو میخوای که خراب بشه. میخوای که همه چی لو بره. میخوای که یو این روال نره جلو. ما لب قضایا بودیم که داشتن همه اون چیزی که ما میخواستیم بدن و دادن یه مقداریشم. میخواستن حسن نیت ثابت کنن. بدن. من حرفی که روز قیامت دارم میزنم، و هیچ نفعی هم برای من نداره. و جز ضرر که این حرف دارم میزنم، جز ضرر هیچی دیگه نداره. جز از جهت امنیتی، جز خسارت به من هیچی نداره. ولی من اضافه زنده هم. من قبل از انقلاب محکوم به اعدام بودم. عوض یه بار چند بار. من اضافه زنده هم. من از مرد نمیترسم که. ولی اینا یه همچین خیانتی کردن. حالا برای که یه خور بحث پخش نشه، شما نظرتون هست که گرشه خور رفتیم جلو با ندادن 500 تا موشک پولش رو در واقع آقای قربانی فر میاد و دست میندازه به همه جا، از جمله نامی نویسه به آقای منتظری و از اونجا ماجرا از طریق سید مهدی هاشمی لو میره. آقای هاشمی هم البته توی خاطراتشون همین ماجرا رو میگن به عنوان اینکه ما نیازی نمیدیدیم که عرشبت که آقای منتظری بده نوزین از رو بخونم. ایشون میگن که اصل قضیه این بود که ما 5 نفر و امام، منظور آقای خامنه‌ای هست، میرحسین موسوی، آقای
موسوی اردبیلی، سید احمد آقا، خودشون و امام در جریان سفر هیئت آمریکایی نه شخص مکفارلین بودیم. افرادی مثل دکتر هادی نجف‌آبادی، دکتر روحانی و وردی‌نژاد که مذاکره می‌کردند مطلع بودند. آقای قربانی‌فر ارتباط خود را با آقای محسن کنگلو که مشاور نخست وزیر بود شروع کرده بود. بعد اینکه مکفارلین آمد و رفت و نقصی در کار افتاد و معلوم شد که گران حساب کردند، 6 میلیون دلار را به آنها ندادند که تفاوت قیمت واقعی و ادعای آنها بود. آقای قربانی‌فر، یعنی نظر آقای هاشمی این است که اونا به ما گران داده بودند. آقای قربانی‌فر به آیت الله منتظری شکایت کرد و گویا پس از دریافت نامه شکایت به ایشان برخورد، با آقای منتظری برخورد که چرا تا به حال به ایشان گفته نشد. وقتی به من گفت، گفتم از کجا فهمیدید؟ گفت شما چرا به من نگفتید؟ گفتم مگر قرار است همه چیز را به شما بگوییم؟ یعنی منظور به قائم مقام رهبری ربطی نداشتن از راه هاشمی. چه احتیاجی بود که شما بدانید؟ و اینکه چرا نامه را به اشراء دادند نمیدانم. نامه که آقای سید مهدی هاشمی رو در واقع به اشراء داده. ولی وقتی پس از انتشار خبر من ماجرا را به دستور امام اعلام کردم، آیت الله منتظری به من گفت چرا فاش کردید؟ میبایست ادامه میدادید، یعنی جزو موافقین ادامه کار بود. من گفتم شما این کار را کردید و امام گفت بروید همه چیز را به مردم بگویید. بعد از اینکه نامه تو اشراء منتشر میشه، آقای هاشمی تو 13 آبان تو راهنامه 13 آبان میاد همه چیز رو میگه. و نمیتوانستم دستور امام را اجرا نکنم. به نظرم تحلیل آنها درست نیست. ولی در مورد سید مهدی هاشمی من و آیت الله خامنه‌ای میخواستیم که او محفوظ بماند. ببینید اینجا هم شخص آقای روحانی، آقای هاشمی هم متقاعد شده به اینکه 6 میلیون دلار در واقع به ما گرون. اولا بهش اشتباه کرد، بهش گفتم. گفت من نمیدونستم. تازه یه مصاحبه دیگه داره. اصلا میگفت من نمیدونستم بدهکاریم. گفتم اینا 12 میلیون خورده ای. حالا حسابش دارم تو همین مایه ما بدهکاریم و قرارداد بستیم. 512,000 تا میشه 6 میلیون دلار دیگه. نه 500 تا نیست که. آخه با رقم 6 میلیون دیگه بخوام در بیاریم 12,500 میشه 500 تا. نه ما یه 500 تا اولش دادیم پولشو. اون که چی؟ این 500 تا که 500 تا اومده بود برای ما. بله. بعد همون چیز بود. خب هیچی. حالا بعد ما میخواستیم پولشو ندادن. من یه رابطه ایران و آمریکا در اوج جنگ به خاطر 6 میلیون دلار هوا شد؟ نه به خاطر پول؟ نه به خاطر اینکه اون آقا خوب میفهمه شما، یعنی اصلا کسی با 6 میلیون پوله، پول مملکته، بگه من پول نداشتم مثلا، نه دروغ بوده. اون آقا با علم به این که تنها راه به هم زدن این رو، به هم زدن این کلیج اساس حسن روحانی بود. اینجا حسن روحانی خرابش کرد، خرابش کرد. باعثش حسن روحانی بود، نه باعثش آیت منتظری و چیز بود. جلسه اول به هر حال اختلاف نظر پیدا شد بین تیم شما و تیم آمریکایی و آقای مکفارلین قهر کرد. سوال من این هستش که اگر که به جای مکفارلین اولیور نورس مسئول هیئت بود، بازم این اتفاق می افتاد؟ نه. نه. ببین همه چی دست به دست هم میده. گوش دادی؟ من این جمله منه، نمیدونم شما شنیدی جرف منو یادم. این جمله منه. که اگر اولیور نورس به جای مکفارلین بود خراب نمیشد، صبر میکردن. نورس میخواست بشینه. اگر اینا 2 روز اینجا بودن کار درست میشد. ببینید آقای مکفارلین تو کتابش نوشته بود که اگر ما برای تجارت پوست به روسیه میرفتیم بیشتر تحویل اون میگرفتن که برای تجارت اسلحه به ایران اومدیم. مأموریت آقای روحانی رو بذاریم کنار، عرض من این هست که به هر حال به عنوان یک واقعیت که الان دیگه سری نیست، ما میدونیم که 4 نفر اصلی که توی این ماجرا بودن غیر از آقای رئیس قوه قضاییه آقای موسوی اردبیلی، اون 3 نفر رو هم اختلاف نظر داشتن، نمیتونستن به جمع‌بندی برسن در مورد آمریکایی ها. چرا نمیتونستن به جمع‌بندی برسن؟ حرف آقای موسوی، مهندس موسوی چی بود که مشکل داشت با این ماجرا؟ حرف آقای خامنه‌ای چی بود که مشکل داشت؟ عقل ناقص من، چون که من تو جلسه بودم دیگه.
این جلسه به کلی سری بود. من حالا خیلی انتقاد میکنن، ولی من این آقایون رو تا اونجا که من میشستم آدمای خوبی میدونم. خب در مورد خوبش رو صحبت نمیکنم. آره، ولی علت این که مهندس با این کار با من خیلی صحبت کرد، اصلا کلن به صورت ریشه‌ای مهندس میگفت رابطه گرگ و میش هیچ موقعی نمیتونه درست باشه. کلن با رابطه با آمریکا مشکل داشت. کلن اینجوری بود. ولی اینکه قطعا نظر امام هم همین بود. ایشونم خیلی عاشقانه امام رو هم دوست میداشت، هم پیاماشو عاشقانه قبول میکرد. یعنی دو تا چارتا نمیکرد. مقایسه حتی نمیکرد با عقل خودش. عاشقانه نظر امام رو قبول میکرد و اجرا میکرد. این مالی. و خودش هم شخصا فکر میکرد، میگفتش که ما باید قدرتمند بشیم. نظر درونی خودش این بود. خودش میگفت ما باید قدرتمند باشیم. ولی آمریکایی‌ها نمیذارن ما قدرتمند بشیم. نمیخوان ما قدرتمند بشیم. اگر که من جمله مهندس، اگر شده که من اعتقاد دارم که اگر شده ما 10 سال مثلا اگر ایرانی‌ها تا اونجایی که حتی علف بیابون رو بخورن ولی تسلیم نشن، بالاخره ما اینو میگذرونیم، این سختی رو میگذرونیم، به یه جایی میرسیم. ما شب جمعه اون همون هفته موشک لازم داریم که کارمون راه نمیافتاد با این حرفا. آره، حالا دیدگاهش این بود دیگه. من دارم خودم نمیگم، ایشون میگه. خب آقای خامنه‌ای نظرش چی بود؟ آقای خامنه‌ای هم میگفتش که من اعتماد ندارم، اینا میخوان صدام پیروز بشه، ما شکست بخوریم، و ما اصلا هیچ اعتمادی نداشت به هیچ وجه. من حتی میگفتم ما اعتماد کاری به اعتماد نداریم که، ما میخوام کار اعتمادی کنیم که. اینا اومدن اینجا گروگان، ما گروگانه رو آزاد کنیم. مثلا شاید اینجوری فکر میکرد که خب اینا اگر که ما این به قولشون وفا نکردن، بعد تو دنیا نمیتونیم بگیم که آقا جون ما گروگان رو آزاد کردیم، حالا اینا رو بگیریم بدتر میشه. اینا نیت خوبی ندارن. اینا با ما، من میگفتم که بابا تو دنیا یک چیزایی هست، یک چیزای سنته، عرفه. ما توی رستوران که میریم غذا میخوریم، اول اما پول نمیگیرن که معمولا، مگه این چیزایی که محلای کارگری هست که میخوان تونتون بگیرن. ولی توی یه جایی که رستوران های معروف و بزرگ و همه جای دنیا که میری، خیلی اول احترام میذارن، فلان خوب قطعاتی که میکردی بعد تعارف میکنن فلان، بعد شما یه پول اضافه هم تازی میدی، انعام هم میدی، میری. بعد اون همیشه با اعتماد به شما، اول نمیگه آقا شما از کجا بدنم که تو چیز، بعد یه چیزی گرو اینجا بذار، این خوردی، حتی یا اول یه پولی اینجا بذار، پولم میذاریم این قلابی نباشه، فلان نباشه، اینجا نباشه. بخوای کی این کار رو میکنه؟ معمولا یه رئیس جمهور. آقای هاشمی منتها اینجوری فکر نمی‌کنه. نه، آقای خامنه‌ای میگه مثلا بعد یه حکومتی، یه دولتی مثل ژاپن مثلا بیاد، ما به اون اعتماد بکنیم، اون به اون اعتماد کنه، ما بریم اصلا هم علنی باشه، هیچ با مخفی و با دیپلماسی پنهان اینا موافق نبود. به همین دلیل مخالف این کار بود. این دلایلش. حالا اگر اینا جلسه هیئت طول می‌کشید، بودنشون در ایران سرانما به جنبندی می‌رسیدن؟ آره. یه ماه دیگه میموندن، آقای هاشمی منتقادشون میکرد؟ نه یه ماه نه، مثل 4 روز میموندن، چون که اینا یوهو خورد تو ذوقشون دیگه، اصلا یوهو یه چیزی اومد براشون، موندن، قدرت تصمیم گیری نداشتن. اینو به شما بگم، اگر کسی عاشقانه، ببین اینجا رو خوب توجه کن، با 2-4 تا نمیشه،
بر یه جاهایی هست که باید خطر رو بپذیریم. عاشقانه باید انجام بدی کار رو. بگی خدایا من اینجوریم. من تو زندگیم اینجوریم. و هیچ وقت هم مشکل پیدا نکردم. بعد باید بگی وصف بشی. بعد انجام بشی. حالا اینجا چی بود؟ امام به اینا گفتش که آقا من واگذار میکنم به سران. خودتون تصمیم بگیرید. منم بر اساس اون تصمیم شما موافقم. یعنی این رو تو پرنداخت انداخت تو زمین سران سقوب. سران سقوب هم فقط آقای هاشمی بود. بازم آقای هاشمی تنهایش میرفت جلو. داشت میرفت جلو تا اینکه آمریکایی بریدن. نه اونا آمریکایی نبریدن. البته سپاه داشت کارش انجام میداد دیگه. حالا بعدش به شما میگم به چه خفتی ما افتادیم. چه شد؟ حالا اینو بذار تموم کنم که میگم بعد چی بود؟ فرمانده آقای هاشمی داشت کار جلو میبرد. آه داشت کار جلو میبرد همجوری ده همجوری به هم میرفت جلو تا اینکه رفت امام بهش گفته بود که اینجوریه اینجوری شد و اینا امام گفته بود برو به همه چیز به مردم بکن اومد به مردم گفت. خب مالا بعد از اینکه آمریکایی رفتنه آره دیگه بعد بالاخره نشد دیگه اینا نشسته بودن اون چند روز اینا نشسته بودن هیچی ما منتظر بودیم که یک کسی یه چیزی بیاد بین ملاقات بکنه. با خودشون کیک و انجیل آورده بودن درسته؟ بله. آقای هاشمی گفت کیک ها رو تو فرودگاه بچه های سپاه خوردن. آره نفت این پایید هم نیست. خیلی شلختگیه. آره خیلی خیلی قربونت برم که حداقل به این حرفای دل من رسیدی. ببین چه برز برد الان هم آقای هاشمی هر کی منو دیده شمخانی خب میگه واقعا ما اشتباه کردیم کاری که تو کردی اصلا دیگه پیش نمیاد. 29 فروردین 65 بزرگترین پیروزی ایران در جنگ بعد از فتح خرمشهر اتفاق میفته که عملیات بلفجر 8 ایران میره فاورو میگیره. سوال من اینه که آیا بدون 11000 قطعه موشک ضد هوایی هاک که از انبارهای اسرائیلی آمریکایی‌ها دادن امکان سرنگونی هاگ نه اصلا اسرائیل هاگ نداره موشک هاگ سایت هاگ نداره اینا تاو بودن؟ ببین ما با چی زدیم 7 تا هاپومای عراقی رو؟ با چیز بودم ما با تاو نزدیم با هاگ بودیم ولی قطعات از آمریکا آوردیم. خیلی خوب با 11000 اینجا نمی‌نویسن مثلا اسرائیل که قضیه رو خراب کنه. باشه با بدون 11000 قطعه موشک ضد هوایی هاگ آمریکایی که از انبارهای آمریکایی تامین شد امکان زدن 70 تا هاپومای عراقی بود میشد از ارمن رد شد؟ اصلا نبود. همه الان همه میگن اصلا نبود. این دقیقا همون موقعی نبود که ما داشتیم توی اخبار رسمی اون میگفتیم که آمریکایی‌ها دارن از عراق حمایت میکنن و بعد ما رفتیم با موشک آمریکایی در واقع این کار انجام دادیم رفتیم فاو گرفتیم. یعنی تو تبلیغات همون چیز دیگه میگفتیم اما در عمل با موشک آمریکایی این کار کردیم و اینطور نبودش که عراق به تلافی همکاری ایران و آمریکا و حالا به تعبیر خودشون اسرائیل ناو استارک آمریکا رو زدن که 27 اردیبهشت 66 میزنن که 37 هم کشته میده. یعنی وقتی عراق متوجه این رابطه پنهانی ما با آمریکا میشه این ماجرا رو اتفاق میفته امکانش هست. رو بحث اسرائیلی خورده صحبت بکنیم. به هر حال ببینید من الان یه اطلاعاتی دارم که آقای 24 مهر 1365 آقای رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا تلفنی با آقای شیمون پرس نخست وزیر اسرائیل صحبت میکنه و مراتب تشکر دولت مطبوع خود را جهت هماهنگ سازی اسرائیل در انتقال تسلیحات به ایران اعلام میکنه. 24 مهر 65 اسرائیلی مثلا نقشش چی بود که رئیس جمهور آمریکا نخست وزیر اسرائیل تشکر میکنه؟ ببینید تا اونجا که من دیدم به چشمم دیدم اگر که یک
قطعی رو یک کشوری تولید بکنه، یه جوراب تولید بکنه میشه made in مثلا China، made in فلان. این موشک ها made in اسرائیل نبود. قطعا همینطوره، موشک های آمریکایی بوده. درست شد؟ خب کسیم نگفته موشک های آمریکایی نبوده. حالا بعد اسرائیل فکر میکنم خودش تولید داره، من نمیدونم. نه ببینید الان صحبت این نیست که این اسلحه های اسرائیلی. نه من میخوام به شما بگم میگن اسلحه های آمریکایی از طریق اسرائیل به ایران داده شده. حالا اجازه بده. من میخوام دلیل عقلی بیارم دیگه، با عقل. اگر که این ماله ببین این جریان که داره میری جلو میخواد جا بندازه تو کشور عربی، جا بندازه تو دیپلماسی ما که ما با اسرائیل اومدیم کار کردیم، با اسرائیل اومدیم با بخیم عراق بزنیم. یعنی آمریکایی‌ها دارن این اطلاعات دروغ میدن. حالا اجازه بده، عقل میگه که اگر شون این اسلحه مال آمریکا هست، پایگاه نزدیکتر از اسرائیل آمریکا نداره؟ خب که به ما که داره، همین ترکیه تا چند کیلومتر از اونجا تا چیست؟ صحبت اینه که نمیخواستن احتمالا ترکیه رو در جریان بگذارن یا هر چیز دیگه ای؟ ما کاری نداره، اصلا اونجا پادگاه دارن، دور سیمخار داره، سرباز آمریکاییه، هواپیما بشینه بلندشه، کاری به اونا ندارن، که کاری به ترکا ندارن. شما که جعبه های اسلحه رو باز کردید، هیچ موقع مارک ستاره داوود یا چیزی که نشون دهنده تعلق این سلاح ها به ارتش اسرائیل باشه دیدید؟ اتفاقا من همونجا باز کردم، گوش کردی؟ چند تا بودن؟ گفتم باز کنی، باز کردم. کجا باز کردی؟ همون که از هواپیما اومد پایین. آها. همین کف فرودگاه باز کردیم، قشنگ باز کردیم، چند تاش هم باز کردیم. بعد دیدم یه تعدادی هست که اینا فرق میکنه، جعبش خیلی بزرگتر و اینا 12 تا بوده بود. گفتم این برای چی اومده؟ شما همجوری تای انبارتون هرچی اضافه بود ما دیدن نمیشته. گفت این چیزه، اونجا خوندم بچه ها، این هارپونه، مشتی ببخشید هارپون نه چی؟ هاگ، مشک هاگه. گفتم ما هاگ اصلا نمیخواست، موشک هاگ در تو خودم داری، خیلی هم داری، قطعا شما میخواییم. آره ما موشک هم، ما قرارمون با این پرواز که میاد تاب. به هر حال بازش کردین، علامتی نشون دهنده که علامتی اسرائیل نبود. حتی من به اون چیزام که گفتم شما علامتی این دیدید؟ اما خود اسرائیلی هم این ماجرا رو میگن، میخوان تفرقه بندازن. ای والا ها، اینه این خود این، ببین خود این یک ضربه ایه دیگه، خود این یه ضربه ایه. اسرائیل دروغ میگن به خاطر اینکه ما رو خراب میکنن. آره حالا جزء دروغاشون شاید اینم باشه. آقای ناهم وانبار از افسران اطلاعاتی، البته من معتقد نیستم که یه رئیس جمهور بیاد یه دروغ بگه. من تو دنیا، من کار کردم، زحمت کشیدم، تو دنیا عرف نیست یه رئیس جمهور دروغ بگه. گوش کردی؟ من تا به حال من با ژاک شیراک کار سری کردم، با چیز وزیر کشورش بودم، با نخست وزیر، با معاوناش. ببین هیچ کدوم خدا وکیلی هیچ کدوم یه دروغی رو نگفتن اصلا، خودم نکردم. یعنی نه خدا وکیلی، یعنی اگر که مثلا یه دروغ میگفتن شاید خیلی کاراشون بهتر انجام میشد، ولی نگفتن. آقای وانبار که اسرائیلی هست میگه که ایران در اون جریان خریدها مقداری گاز اعصاب و خردل هم دریافت کرده. ما توی معامله حالا چه از طریق اسرائیل چه از طریق آمریکا یا سلاح شیمیایی هم دریافت کرده. چی هست این حرف زده؟ از افسران موساد. همین دیگه. تو گروم بابات خدا کرده. مردی که پدر سوخته عوضی. آخه اگر ایران بخواد گاز اعصاب بخره یا بیا از اسرائیل میخره، گاز اعصاب اینقدر خودمون بخوایم درست میکنیم، فرمولش چیزی نیست که خیلی شاق باشه. بله هست،
ولی ایران این کار رو نکرده. درسته. ببینید یک نکته دیگه هم که مطرح شده توی اطلاعاتی که اومده، چون ما همش صحبت موشک هاک و موشک تاو و اینجور چیزها داریم، آیا این درسته که ما در 15 مرداد 1364 110 اراده توپ فوق پیشرفته 155 میلیمتری بسیار دقیق با شعله پوش و مهمات میگیریم از آمریکایی‌ها؟ که البته توی جنگ ما بهش میگفتیم توپای اتریشی، نمیگفتیم توپای آمریکایی. ما از آمریکایی‌ها توپ گرفتیم، 110 اراده توپ فوق پیشرفته. چه سالی؟ 15 مرداد 64. چقدر از زمانی که مکفارلین اومد اینجا و باز بعد از اون چقدر از زمانی بعد از اون؟ ببین کل اون پروسه مکفارلین که از ابتدا تا انتها از 29 مرداد 64 هست تا اسفند 1365، یعنی تو اون ماجرا می گنجه در اون مقطع زمانی. موقع که مکفارلین اومد اینجا چه بود؟ چند روز قبلش بوده. چند روز قبلش همچین اتفاق افتاد؟ آره. نه دروغه. ما با آمریکایی‌ها کسی امکان داره بعد از مکفارلین؟ چرا؟ برای اینکه همین تیم دوم که همین آقایون بودن که اینا گفته شده شنیده شده که رفتن تو کاخ سفید و اینها، بعد که خیلی لطمه به ما زده شده. کیا رفتن تو کاخ سفید؟ حالا رفتن دیگه، حالا یه زمانی گندش در میاد. خب یه آقای اطلاعاتی هستش که من دارم که در واقع آقای علی هاشمی همراه چند نفر رفته به کاخ سفید. درسته؟ درسته؟ از کجا آوردی؟ از جایی آوردم دیگه. نه از کجا؟ من گزارش تابر. ها؟ گزارش تابر. تابر؟ نه جدی دارم میگم. من دارم جدی میگم. میخوام براتون بخونم؟ گزارش تابر. منبع چیه؟ کیه؟ گزارش تابر. حالا برای بخونم براتون. روز 22 سپتامبر یعنی در واقع 2 مهر نورس گزارش مقدماتی در اختیار پوینتکستر، اگه تلفظش رو درست بگم، جانشین مکفارلین پس برکناری وی قرار داد. گفتگو با خیشاوند جمعه شب آغاز شد. خیشاوند اسم عرشبت که رمز آقای علی هاشمی ظاهره و بدون وقفه تا ساعت 11 بامداد روز شنبه ادامه یافت و سپس او با یک هواپیمای دربست راهی استانبول شد. جورج و دیک میگویند کارها به خوبی پیش رفت، در این خصوص بیشتر تشکر را باید از دیک به عمل آید، چرا که او بود که ارتباط اولیه را در بروکسل برقرار ساخت. خیشاوند مخصوصا خواستار کسب علامتی از دولت آمریکا شد تا ببیند آیا واقعا در مسیر درست به پیش می‌رود یا خیر. و ما در مورد یک عبارت به دقت تعیین شده که از صدای آمریکا پخش شود به توافق رسیدیم. او مسائل 2 میلیون بیخانمان در ایران، سقوط اقتصاد و نابودی صنعت نفت این کشور را مطرح ساخت. و او خیشاوند که از نظر این تحلیل ظاهراً آقای علی هاشمی هست، بارها از کانال قربانیفر ابراز نگرانی کرد، این از کانال شما، و اظهار داشت که از نزدیکان قربانیفر در تهران برای سازمان جاسوسی شوروی KGB کار میکند. چجوری بفهمیم که این علی هاشمی گفته اینو؟ پوچی، فقط تو گزارش تابر اومده که این آقا. بله. عرض شود که یک بحثی که وجود داره، من به نقل از روزنامه کیهان این ماجرا رو میگم چون سند اصلی رو در واقع ندیدم. کیهان 15 اردیبهشت 1393 میگه که آقای مایکل لدین که از مشاوران سابق امنیت ملی آمریکا هست، مطرح میکنه در مصاحبهش با رادیو فردا، میگه که اگر از شما بپرسن این جنبش، منظور جنبش سبزه، اگر از شما بپرسن این جنبش به کی برمیگردد، احتمالاً خواهید گفت به 1 سال قبل. اما من میگویم، این آقای مایکل لدین میگوید، اما من میگویم ما از اواسط دهه 1980 با کسانی در دفتر نخست وزیر ایران در ارتباط و تماس بودیم و موضوع مذاکره و رابطه را پیگیری میکردیم. قاعدتا مستاقش میشه شما. آره اینو میدونم، اینو هم چیز گفته، شریعتیه دیگه. شریعت مداری؟ شریعت مداری. آره میدونم. نظرتون چیه در مورد این حرف؟ از این گنده ترش هم گفته شریعت مداری که من اومدم به این آقایونم گفتم راستم شکایت بکنیم
یعنی که خب من که نیستم که اسم من نبرده که. نه اسم شما نبرده. ولی این میخواد دورا دور بگه. عرض شود که ما خریدهایی که داریم انجام میدیم 29/5/64-96 موشک ضد تانک تاف میگیریم. شهریور 64 408 تا موشک ضد تانک دیگه میگیریم که روی هم دیگه همون عدد 500 تای شما میشه 502 تا. عرشبت که 21/8/64 قطعات فانتوم میگیریم در ارزش تقریبی 43 میلیون دلار. 3/9 500 تا موشک دیگه میگیریم، موشک ضد هوایی هاک قطعاتش رو. و 28 بهمن ماه 64 500 تا موشک ضد تانک دیگه. 8 اسفند 500 تا موشک ضد تانک دیگه. و 3 سه یعنی 3 خرداد ماه 508 تا موشک ضد تاو دیگه، ضد تانک تاو. و 240 قطعه یدکی موشک ضد هوایی هاک میگیریم. و 24/10 قطعات F5 میگیریم تایگر. و F14 به ارزش تقریبی 50 میلیون دلار. و عرض شود که 13/5 قطعات یدکی موشک ضد هوایی هاک میگیریم. و 500 تا موشک دیگه هم میگیریم که 6/8/65 دقیقا قبل از ماجرای چیز، قبل از ماجرای افشاگری آقای هاشمی که این 500 تا رو پولش رو نمیدیم. درسته؟ یعنی به فاصله نه اینا غلطه. اینا غلطه؟ ببین همون ما مجموعا چند تا موشک تاف گرفتیم؟ ببین ما یه 500 تا پولش دادیم. خب خیلی عدد این که خیلی بیشتر از 500 تا است. 500 و 500 و 500 و 500 یعنی نزدیک 2000 تا موشکه. آره 2000 کلا همش 2000 تاست دیگه. 2000 تاست. 2000 2002 تا. آره 2002 تا. من نوشتم داریم اصلا من داریم که نوشتیم اینا، ولی من نمیشم به اینجا میشی که مثلا ولی کلا اینا بعد از چیزی که اوبردن بعد از مکفارلین بوده. چون که من دیگه قطع شدم، یعنی من دیگه تماس نگرفتم، کلن دادم به اونا. ولی اونا رفتن آوردن، باید تاریخ مکفارلین رو بیاری. اگر مال بعد مکفارلین باشه درسته، قبلش نه، قبلش هرچی اومده با من بود. درست. حالا من کلیتت در واقع این ارقام میخواستم با شما چک بکنم. بعد از ماجرایی که آقای هاشمی صحبت کرد در 13 آبان رابطه ما با آمریکایی ادامه داشت و کلن قطع شد؟ نه داشت. علی رغم این که آقای هاشمی اون افشاگری انجام داد، رابطه ما با آمریکایی ادامه داشت. خیلیه. شما موقعی مکفارلین اومد اینجا، موقعی که رفت تا آقای هاشمی صحبت کرد چند روز طول کشته؟ خیلی خیلی فاصله هست. چقدر؟ 5 خرداد شما در نظر بگیرید تا چیز خرداد سماهون طرف سه ماه هم 5 ماه. آه یعنی از مکفارلین اومد اینجا رفت تا روز چیز 5 ماه بعدش. بله بله. توی این فاصله که مکفارلین رفت از اینجا رفته، اینا پول ندادند، پول ندادند که قضیه همینجوری ادامه داشت که به اونجا کشید. سوال من اینه که خودشون رفتن. بعد از مکفارلین چطور شد؟ بعد از اینکه مکفارلین برگشت دیگه ما ارتباط نداشتیم. بعدی کیس بعدیش همین علی هاشمی و ابراهام حکیم هم است بوده اینجا. این بوده و یه نفرم تو دبی یه کسی رو میبینه 50,000 دلار میگه من میدم، فقط منو یه تلفن هاشمی رو به من بده یه کسی من با شرط بزنم، که اون ابراهام حکیم بوده، اون یهودیه و اونم سابقه خوبی نداشت در چی؟ در زمان پهلوی. اینو سرنگ ستاری به من گفت. این همون موقع هم توی خرید سلاح عرفان بوده همین. بعد اون موقع هم سر وزارت دفاع ایران کلا گذاشته بوده این
ابراهیم حکیمه. اینی که بعد از ما، این من دیگه دنبال نبودم، کیس کلن دست سپاه بود دیگه اون رفت. ما با شوروی چه رابطه ای داشتیم؟ شوروی هم ظاهرا به ما حاضر بوده که تجهیزات بده. شما در جریان هستین؟ نه، من شوروی. شوروی هم تجهیزات نیست. عرشبت که یه سوالی که در واقع مطرح شد در گفتگوی بی بی سی فارسی مدتی پیش، تقریبا 3-4 ماه قبل، با سردبیر تفتنامه اشرا در لبنان وقتی مطرح شد که شما از کجا ارتباط برقرار کردید و این حرفا، اشاره میکنه به عرشبت که وابسته نظامی سوریه در ایران، که اگر اشتباه نکنم آقای عیاد المحمود بود. آیا عیاد المحمود اتفاقا تو همین ماجراها یک بار هم ربوده میشه توسط نزدیک سیستم امنیتی ما و ظاهرا رابطه خوبی هم با همدیگه نداشتیم. نقش سوریه ها در لو رفتن ماجرا چطور بود؟ یعنی وقتی که آقای سید مهدی هاشمی در واقع اون مجموعشون میخوان تماس بگیرن، از کانال در واقع سوریه این اتفاق میفته و وابسته نظامیشون در تهران. شما نقش سوریه رو چطور ارزیابی میکنید؟ از اینکه سوریا از جهت کار اطلاعاتی تو منطقه حرف اولی میزنن، میزدند الان جون درگیر، و همینجور که کشور عربستان سرمایش نفته، سوریه سرمایه شبکه های اطلاعاتی، یعنی خیلی از اطلاعاتی قویه و هیچ سرمایه ای نداره جز همین. این بداشتاش و سوریه خیلی با ما، خیلی یعنی در بس در اختیار ما بود. اون موقع هر کاری ما میخواستیم، اینو مثلا پاس میخواستیم، پاس عربی میخواستیم، هم میداد بدون چی. بعد اینکه حالا اینا آمدن مخالف ایران این کار کردن، در واقع بخش از جناح حاکمیتشون. آره، شاید تو نمیخواستن ایران با آمریکا نزدیک بشه. شاید بیشگری شاید اینا همه سر در میاره در ارتباطات داخلی. یعنی آقای سید مهدی هاشمی موقعی که میفهمه، اول هم آقای چیز میفهمه دیگه، هم که اعدامش کردن که امید نجف آبادی. آره، دوری بود. بعد دوری نجف امید نجف آبادی، امید نجف هم میگم دوری. آره، امید نجف آبادی بود. اون میفهمه و اون میاد به آقای منتظری میگه، نامه‌ای که قربان فر به من داده عیناً همون رو ایشون میاره از پاریس به آقای منتظری میده. و آقای منتظری هم بالاخره دفترش میفهمن دیگه، اینا هم تو دفترش بوده. من اینا با توجهی که قصد اصلا صاف کردن این جناح منتظری رو داشتن، اما خود اینا بهانه میدن دستشون. آره، اینا به خاطر که اینا رو چیز کنن، اینا اومدن لو دادن. آقای خاشقچی چی کاره بود؟ کی؟ آقای عدنان خاشقچی. عدنان خاشقچی موقعی که ما به گفتیم آقا ما پول نمیدیم، موشک میاد، ما اینجا امتحان میکنیم، اینا گفتن که شما اول باید پول بریزی به حساب وزارت دفاع آمریکا، ما شما رو حساب میدیم، ما رو وزارت دفاع آمریکاست. آخه اینکه از وزارت دفاع نیومده، از CIA اومده بوده. حالا اجازه بده، اونا اینا هستن دیگه. حالا ما که امنیتی هستیم میفهمیم دیگه، همه جور میتونن بگن این ما رو وزارت دفاع است، از که ما رو اون بدن، اینا چیز خودشون دیگه. شما رو حساب میدید وزارت دفاع، پول بریزید اونجا. موقعی که ریختید اونجا خیلی به صورت علنی، به صورت خیلی
یعنی علنی، یعنی از هر سیستم اداری علنی اشتباه گفتن، به صورت شفاف روشن که آقا جون شما باید پول اینقدر پول بریزی، اینقدر دونم چی بریزی، تمام این کار از اونجا میتونی یه چیز بیاد که این اوتوماتیک وار کامپیوتر اون در باز میشه که بتونی برداشت بکنی. این نمیشه، این دست آدم دیگه نمش کامپیوتریه. او بعد آقای خاشقچی در واقع خط اعتباری برای شما درست کردن. بعد ما گفتیم نه، هر چی نمیدون بابا اینجوریه، به خدا به کی به کی بیرم. بعد شما اگه پول بریزید خیلی ارزون تره، خیلی. شما پول که بریزید همون قیمتی که آمریکایی‌ها به کشورهای دیگه دادن، به چند تا کشورم گفتن دادیم، همون قیمت. اینا همه ثبت شده است تو الان هم راست میگه، ما بزنیم الان میدونه این قیمت دادیم به این کشور در این تاریخ، این قیمت دادیم به این کشور در این تاریخ، قیمتش هم مشخص. شما با همون قیمت، اصلا بحث قیمت رو نام حسن حسین ندارید. ما حقیقت گفتیم نکنه ما پول بدیم، پولمون بخورن بخورن. حالا ما چه روز شکتر بگیریم، ما یه خود گرونتر میخریم، خیارم راحت. یه موقع هم دیدیم ما پول اونها رو خوردیم. آره. بعد که این کار کردیم دیگه جان؟ که این کار هم کردیم دیگه. آره. بعد خوردیم. بعد اومدیم گفتیم که آقا اینقدر این زمان برد و نمیخوا از کجا بگو ما از کجا پول بیاریم. اینا رفتن دستامان عدنان خاشقی شدن که اون پول بگیره از اعتبارش، یا پول بده یا هرچی اون بده، اینا هم سندی چیزی گرو بذارن. خلاصه حالا اون میشه دیگه من نمیدونم. از اون پول گرفتن به سال اونم گفته من اینقدر میدم و سودشی میخوام. شما این موشک گرون شد، به خاطر همین هم گرون شد. شما میدونستین که سود حد فاصل اون چیزی که CIA از وزارت دفاع یا از کارخونه سازنده تحویل گرفته تا اون چیزی که به شما تحویل میده میرسه به شورشیان نیکاراگوئه؟ نه. برای تو مهم بود؟ اصلا ما کاری نداشتیم که، ما میخواستیم یه موشک بگیریم من یه تحویل ما بدن، ما پولشون بدیم به دولت. اون میخواست غلطی با پولش بگو، به ما ربطی نداره که. مگه الان ما چیز هواپیما میخریم، اونا به ما هواپیما میفروشن، پولشو اختیارش از ماست؟ پول جنس داده، پول چی گرفتن؟ حالا اون پول اونا میخوان ببرن کجا؟ به ما چی ببرن؟ خب ببرن یا میخوان نه. اینا یه چیزی هست که کاگه تو منطق درست میکنه. یعنی یه چیزی که آقا بنده اومدم جنس کاگه درست میکنه، این تبدیل شده به یه رسوایی بزرگ. نه تو آمریکا. نه رسوایی بزرگ کاگبه عدد کمیه. اونا میان یه چیزی یه جای نشتی رو قشنگ سراخش رو میزنن باز میکنن رسوا میکنن. بله همه دنیا این کار رو میکنن نسبت به هم دیگه. همه دنیا کشور، یعنی افسرهای امنیتی در هستن، تشکیلات امنیتی دارن که اینا معامله میکنن با هم. خیلی مفصل اینا، طبیعی. سوال آخرم بپرسم توی ماجرا. آقای هاشمی رفسنجانی در 13 آبان، من یادم اون روز، در جمع دانشجویان معترض روبروی سفارت آمریکا ماجرا رو افشا میکنن و با طنز و شوخی هم میگن، میان میگن که اینطور شد، ما اینا رو تحویل نگرفتیم، این تصویر عرشبت که انجیل امضا شده توسط آقای ریگان هست و تو مطبوعات منتشر میشه و بحثای دیگری از این دست. همه اینها به خاطر ترس این بود که نکند خبر هفته‌نامه اشرا در ایران واکنش داشته باشه و حزب الله ناراحت بشن، یا دلیل دیگه هم داشت؟ احساس میکردن تو جبهه ممکنه تاثیر منفی بذاره، به جهنم هفته‌نامه اشرا منتشر بکنه. اولا که همه جزئیات رو نمیدونستن، بعدش هم بدونن. یعنی شما چرا رابطه به هم خورد؟ که... آیا هاشمی چرا ماجرا رو افشا کرد؟
میگفت امام گفته به مردم بگو. خب امام چرا میخواست که اعلام بشه؟ امام که از اولش خودش موافق بود، کارم سپرد بود به سران سه قوه، حاج احمد آقا در جریان، آقای هاشم در جریان، میرحسین موسوی در جریان، آقای خامنه‌ای در جریان، همه موافق، یعنی در مجموع با اصل مذاکره موافق. ما چرا باید خودمون رو ببازیم؟ بله؟ ما چرا خودمون رو باختیم بعد از ماجرای هفته نامه اشعرا؟ با هم نظر من اینجا. من هم میگفتم که آقا جون رفتن اینو گفتن. کن؟ اینو گفتن. بعد ما میتونستیم تکذیب بکنیم، میتونستیم هیچ نکیم. میتونستیم هیچی نکیم، ولی این خبر اومده چون که جناح آقای منتظری بود، اینه دردگیر و آخرش هم آقا اعدام شد دیگه، اینا یه چیزی بود که نمیشد، اینا هم نمیذاشتن ازش. اومدن پیش به امام گفتن، امام هم گفتش که به مردم بگید، بگید به مردم گرشید. این در واقع تصور کردن که همچنان که تو آمریکا یک رسوایی بوده، در ایران هم رسوایی بوده. خب اصلا من خودمو میذارم جای یک رزمنده در اون سال. ما رفتیم از آمریکا اسلحه خریدیم. خب جنگ دیگه، از آمریکا اسلحه خریدیم. من دیگه متوجه تیک رسواییش نمیشم. چیه؟ همین نظر شما که دیدیم، من بارها از خیلی آقایون شنیدم. در بس آقای کنگلو، 27 بهمن ماه 1364، خاطرات آقای هاشمی رو من میخونم. ایشون میگن که آقای محسن کنگلو آمد و اطلاع داد آمریکا حاضر شده به جای موشک‌های هاگ نامقبول گذشته موشک تاو بدهد. یعنی قبلا موشک‌های هاگی دادن که مورد تایید نبوده، حالا جاش موشک تاو میخواد بدهد. فردا میرسد، یعنی 28 بهمن ماه 1364. نخست وزیر، یعنی آقای میرحسین موسوی هم گفت روس‌ها موافقت کرده اند موشک‌های زمین به زمین از کره شمالی بگیریم. کره هم گفته وام بدهید تا برایتان می‌سازیم. ما گفته‌ایم از خودتان بدهید، پولش را بگیرید. ببینید تو همین به استناد خاطرات آقای هاشمی، روسیه، کره، فرانسه، امریکا دارند به ایران سلاح میدن. دارن به ایران همکاری میکنن. این در اوج شرایطی هست که ما تا همین امروز میگیم که ما تنها بودیم، فقط به عراقیات اسلحه میدادن، اینا میخواستن عراق پیشرفت کنه، اینا میخواستن که انقلاب اسلامی محدود بشه و دست به دست همدیگه قرار دادن. اما حتی خاطرات آقای هاشمی رو اگر مبنا قرار بدیم، یعنی که همه اینها داشتن با ما کار نظامی میکردن، حتی اگر با عراق هم میکردن با ما هم داشتن کار نظامی میکردن. از طرف دیگه براتون خوندم این جمله، من به اینجا که مربوط به من هست و اینا به شما بگم، من سر همین موضوع پیش آقای هاشمی رفتم. ایشون موقعی که من ریز قضیهش هست من بوده دیگه، یعنی مثلا از قول من اینا میگفتن حرفی رو، تو خاطرات شما ده، بله از قول شما. خب اولا که این اشتباه گفته هاگ و تاو رو، گفته موشک هاگشون به درد نمیخورده، موشک تاو ازش قرار من بودن. ما گفتیم اصلا هاگ نمیخوایم که، ما موشک هاگ، ما زبان شاهین آن روزای انقلاب بود. موشک داشتیم، حالا قطعه موشک داشتیم. اصلا احتیاج اصلا موشک هاگ نامقبول یعنی چی؟ ببین گفتم که در 15 تا موشک بود. گفتم که خیلی هم بزرگ بود. آخ شما صحبت اون شبت اولو دارید میکنی. همینا بود دیگه، اصلا موضوع همین. من گفتم که از شما هاگ خواسته. آ اینا توی مدت توی ایران مونده بود. نه اصلا موقعی که تو همونجا که آوردن من دیدم یکی دیگه شماردم. همون لحظه پسش دادین؟ همون موقع، بله همون موقع پسش دادیم. گفتم به جای اونها موشک تاو بدیم. آره همون پس. خب متوجه شدم. پس متوجه شده این قضیه اشتباه همینجوری بوده. اشتباه آیت هاشمی. بعدم به شما یه مصاحبه دیگه کرده، چند تا مصاحبه که اومدم بهش گفتم، گفت من نمیدونستم. گفت من فکر میکردم پولاشون دادیم. گفتم اصلا اصل موضوع این بوده، اصلا اصل موضوع خراب شد. خواهی های هاشمی توی نگارش خاطراتشون چنین خطاهایی بکنن، واقعا دادن به کل خاطراتشون شک بکنن، چون توی مسئله به این مهمی. این چیز که مرد من بوده اینه. خیلی خیلی متشکرم. خاموش کن دیگه این رو. لطف کردی. قربان زنده باشی. سپاسگزار از وقتی که اختیار من قرار داد.